سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. به ویدیوی آموزش پایتون خوش اومدید. من میخوام توی این ویدیو تمام چیزی که لازم دارید که برنامه نویسی پایتون رو شروع کنید بهتون یاد بدم. توی این ویدیو یاد میگیرید چطور پایتون رو نصب کنید، از چه محیط برنامه نویسی استفاده کنید و چطور نصبشون کنید. توی این ویدیو من VS Code و جوپیتر نوتبوک رو یادتون میدم که دوتا از پرکاربردترین محیط های برنامه نویسی در پایتون هستن و هر دوشون محیط های برنامه نویسی هستن که من همیشه ازشون استفاده میکنم. بعد میریم سراغ مباحث خود پایتون. در مورد انواع متغیرها در پایتون یاد میگیریم، متغیرهای عددی، متنی، لیست ها، تاپل ها، دیکشنری ها، و بعد در مورد حلقه ها یاد میگیریم، در مورد شرط ها یاد میگیریم، در مورد توابع، اینکه چطور بسازیمشون، چطور ازشون استفاده کنیم، چطور از خارج از پایتون فایلی رو بخونیم، فایل تکست CSV، چطور روی فایل ها بنویسیم و استفاده از پکیج ها در پایتون که خیلی مبحث مهمیه. در واقع اساس پایتون استفاده از پکیج هاست. همچنین ساخت و استفاده از محیط مجازی یا Virtual Environment در پایتون رو یاد میگیریم و در نهایت هم در مورد مفاهیم کلاس ها و آبجکت ها در پایتون صحبت میکنم که خیلی خوبه که در موردشون بدونید و حداقل بیسش رو تو این ویدیو گذاشته بشه براتون. حالا برای اینکه بتونید از یاد گرفته هاتون توی این ویدیو استفاده کنید و مطالب یکم براتون جالب تر بشه، هم در وسط ویدیو هم در آخر ویدیو یه پروژه کوچیکی انجام میدیم و همه اون مباحثی که یاد گرفتیم رو به صورت عملی توش استفاده میکنیم. در ضمن یه سری از بخشای این ویدیو قبلا ضبط شده و داخل کانالم هست، اما من متوجه شدم که اکثرا یکی دوتا ویدیوی اول رو میبینید و بعد نمیدونید که بعدش قدم بعدی چیه، کدوم ویدیو رو باید ببینید یا اصلا کدوم ویدیوها لازم هست ببینید یا نه. در نتیجه من تصمیم گرفتم همه اون ویدیوها رو به ترتیب مشخصی که لازم هست ببینید جمع‌آوری کردم که به صورت منسجم یک جا باشه و بتونید به ترتیبی که لازمه ببینید. همچنین یه سری ویدیوهای جدید ضبط کردم، بهش اضافه کردم، یه سری مباحث دیگرم که نبود گذاشتم و الان این ویدیو کامل هست و یک آموزش منسجم و کامل برای یادگیری پایتونه. فقط قبل شروع سه تا نکته بهتون بگم که بعد اون بریم شروع کنیم. نکته اول این که این ویدیو آموزش به صورت فصل فصل هست و توی دیسکریپشن میتونید ببینید که عناوین فصل ها رو ببینید و ببینید هر فصل دقیقا از چه دقیقه ای شروع میشه و وقتی روی اون دقیقش کلیک کنید دقیقا میپره به اون فصل. در نتیجه اگر مبحثی رو قبلا یاد گرفتید یا ویدیوش رو دیدید میتونید خیلی راحت با استفاده از اون منوی دیسکریپشن بپرید فصل بعدی یا قبلی یا هر جوری جای مانور دارید. نکته دوم این که اگه هر جای ویدیو احساس کردید سرعت صحبت کردن من کمه یا زیاده، یوتیوب خودش این آپشن رو داره که میتونید سرعت رو تنظیم کنید. در نتیجه اگه سرعت من جایی کم بود میتونید سرعت رو بذارید روی 1.25 رو یا 1.5، یا اگه سرعتم زیاد بود میتونید بذارید روی 0.75 یا اصلا پاز کنید و بر این اساس تنظیمش کنید. نکته سوم هم این که لازم نیست همه این ویدیوی چند ساعته رو حتما توی یه روز پشت سر هم ببینید، میتونید چند فصلش رو امروز ببینید، میتونید فرداش برگردید و ادامش رو ببینید، از هر فصلی که موندید ادامش رو ببینید. ولی حالا پیشنهاد من اینه که هر چقدر منسجمتر و طی مدت کوتاهتری ببینید مطالب بیشتر میشینه سر جاش، اما باز بستگی به توانایی و وقت و زمان خودتون داره. خب پس با این مقدمه که گفتیم بریم شروع کنیم به یادگیری پایتون. ببینید اولین قدم توی نصب پایتون اینه که برید نصبش کنید. ببینید یه کاری که قبل نصب پایتون میخوام بهتون بگم تست کنید اینه که کامند پرامپتتون رو باز کنید. خب الان برای اینکه تست کنید ببینید اصلا سیستمتون پایتون داره یا نه، شما همینجا یه دونه بنویسید پایتون، اگه پایتون نداشته باشید یا ارور میده یا یه صفحه مایکروسافت باز میکنه که بیا پایتون رو نصب کن. خب این نشون میده که اصلا پایتون نداری. پس این یه تستی بود که تست کنیم ببینید سیستم پایتون داره یا نه. برای نصب پایتون شما فقط بنویسید پایتون دانلود.
خب میای توی سایت اصلی خود پایتون. اینجا دکمه زده دانلود پایتون 3.10.5. اگه شنیده باشید که پایتون ورژن های مختلف داره، اینجا پایینم میتونید ببینید پایتون ورژن 3.10.9.8.7.2.7. پایتون به صورت خیلی کلی دو تا ورژن اصلی داره، ورژن 2 و ورژن 3. فرق این دوتا چیه؟ فرق این دوتا ببینید خیلی مهمه بدونید. پایتون 2 اصلی ترین ورژن و اولین ورژن پایتون بود، ولی خب دیگه پایتون خیلی ساپورتش نمیکنه و خیلی آپدیت نمیشه. یعنی شما اگه اون ورژن نصب کنید دیگه خیلی آپدیت نمیتونید داشته باشید. ولی ورژن 3 ورژن جدیدتره و کامیونیتی خیلی بزرگی داره و خیلی رو به رشد آینده پایتون با همین ورژن 3. پس شما بهتره که ورژن 3 رو نصب کنید، مگر اینکه در موارد استثنا یه جایی پیش بیاد براتون یه کدی بخواید ران کنید که نوشته باشه ما این کد رو برای ورژن 2 نوشتیم. خب ولی در حالت کلی با همین ورژن 3 برید. سعی کنید ورژنی رو نصب کنید که رقم دوم اعشارش یه دونه قبل از آخرین ورژنه، برای اینکه این امن‌تره. این همه دیگه باگ هاش گرفته شده، اما اول کار خیلی مهم نیست که در این مورد که چه ورژنی باشه وسواس به خرج بدید. حالا شما هر ورژنی رو میتونید نصب کنید و بهتره که آخرین ورژن رو نصب کنید، مثلا 3.9. ولی برای کار من، چون من خب یه سری پروژه در حال انجام دارم، الان پایتون رو آن اینستال کردم که بتونم به شما نشون بدم، اما ورژنی که داشتم روش کار کردم 3.7.9 بود، واسه همین با همین ادامه میدم. پس اون ورژنی که میخواید دانلود رو میزنید. ببینید یه سری آپشن های مختلف میاره، شما با هیچ کدوم نیاز نیست کار داشته باشید. مهم اینه که ورژن 64 بیت اکسیکیوتیبل اینستالر رو پیدا کنید. این همین یه فایل اگزه به شما میده و خیلی راحت میتونید نصب کنید. این وب بیسد اینستالر فرقش اینه که حین اینستال شما باید اینترنتتون وصل باشه، چون حین اینستال یه چیزایی دانلود میکنه و نصب میکنه. امبدبل زیپ فایل هم اینه که شما وقتی میخواید یه برنامه ای به صورت زیپ داشته باشید و پایتون تو خودش باشه، برای همین خیلی درگیر اینا نشید و همینو نصب کنید. الان بیایم اینو روش کلیک کنید و نصب کنیم. من پیشنهاد میدم که از کاستومایز اینستالیشن استفاده کنید. اولا که همیشه اینو تیک بزنید، add python to path. این باعث میشه که بعد نصب سیستمتون راحت بتونه پایتونتون رو پیدا کنه. همین next بزنید، هیچی رو تغییر ندید مگر مسیرتون رو. بهترین حالت اینه که یه همچی چیزی بذارید که یا programs/python/python37 ورژن پایتونمونه 3.7، شاید ورژن های مختلف داشته باشید که همش رو تو فولدر پایتون نصب میکنه، یا اینکه همین c/python باشه. خب نصب رو میزنیم. من قهوه‌مو بخورم تا این نصب میشه. خب الان که نصب رو انجام دادیم، تونیم چک کنیم ببینیم نصب شد یا نه. همون روشی که اول کار اومدیم تست کردیم، باز می‌نویسیم پایتون. ببینید الان دیگه اون ارور رو نداد، الان نشون میده پایتون 3.7.9 نصب رو سیستم و شناخت پایتون رو. خب الان وقتی شما توی کامند پرامپت پایتون می نویسید، وارد محیط پایتون میشه. یعنی این سه تا فلش که میاد، یعنی شما دیگه وارد محیط پایتون شدید و میتونید کد پایتون بنویسید و اجرا کنید. بر فرض مثال من یه چیز ساده بنویسم 2 به علاوه 2، میتونه اجرا کنه عملیات ساده ریاضی. برای خارج شدن از این هم میتونید بنویسید کویت پرانتز باز بسته، خارج میشه. خب این از نصب پایتونمون. کار بعدی که میخواستیم بکنیم یکم در مورد محیط های برنامه نویسی صحبت کنیم. ببینید برای شروع برنامه نویسی با پایتون بهتره یه محیط برنامه نویسی انتخاب کنید. در صورتی که هیچ محیط برنامه نویسی هنوز ندارید هم میتونید شروع کنید. ببینید بعد نصب پایتون شما اگه استارت رو باز کنید، ببینید سه تا مورد اضافه شده به استارتتون که ورژن پایتونتون رو نشون میده و دومی IDLE هست. این محیط برنامه‌نویسی دیفالت پایتونه که همون سه تا فلشی که بهتون گفتم اینجا هست و شما میتونید شروع کنید کد پایتونتون رو اینجا بنویسید و ران کنید.
چون ما این پکیج ها رو نصب نداریم فعلا نمیتونیم ازش استفاده کنیم، ولی همین راحت ترین محیط برنامه نویسی پایتونه. اما خب هیچکی ازش استفاده نمیکنه، برای اینکه یه سری قابلیت هایی که برای برنامه نویسا لازمه رو نداره، خیلی ساده. حالا یه سری محیط های برنامه نویسی خیلی پرطرفدار برای پایتون هست که معروف ترین هاش پای چارم، ویژوال استودیو کد، آناکونداست، اتم، خیلی زیاده، اسپایدر، جوپیتر نوتبوک، و اینا انقدر زیادن که شاید گیج بشین که کدومو انتخاب کنید. اما این ستایی که نوشتم واقعا معروف ترین هاشن و بین پای چارم و وی اس کد همیشه یه رقابتی هست و همیشه برنامه نویسای پایتون سر این دعوا دارن که یه عده میگن این بهتره، یه عده میگن این بهتره، یه بحثایی در میگیرن میشه. من خودم اول با پای چارم شروع کردم. خب پای چارم مشخصا برای پایتون نوشته شده، اما ویژوال استودیو کد همه نوع کد نویسی میتونید درش انجام بدید، سی، پایتون، جاوا، همه چی، مختص پایتون نیست. با آناکوندا هم یه مدت کار کردم. واقعیتش آناکوندا رو به هیچ کی پیشنهاد نمیکنم. یه چیزیه که اصلا کارو خراب میکنه واقعا، یعنی شما رو از مسیر اصلی منحرف میکنه، چون ورژن پایتون خودش رو نصب میکنه روی سیستم شما، پکیج ها رو با اسم کندا نصب میکنه. واقعا اصلا سمتش نرید اگه از من میشنوید. اما بین ویژوال استودیو و پای چارم، من همونطور که گفتم اول کارم با پای چارم شروع کردم و راضی بودم، اما بعدن که با وی اس کد آشنا شدم واقعا به نظرم بهتره. خب یعنی به عنوان کسی که با پای چارم هم کار کرده با وی اس کد، من وی اس کد رو پیشنهاد میدم. برای همین توی این ویدیو من اول کار وی اس کد رو نشونتون میدم و بعد میریم قسمت نصب پکیج ها. حالا تو ویدیوهای دیگه من ویدیو میسازم که چطور پای چارم رو نصب کنیم، چطور ویژوال استودیو رو نصب کنیم، چه جوری از امکاناتشون کامل استفاده کنیم، اما برای شروع کار بیاید با وی اس کد کار کنیم. برای نصب وی اس کد همین بنویسید ویژوال استودیو کد، اولین لینکی که میاد معمولا همینه، دانلود فور ویندوز. الان این شروع به دانلود کرد، تا این دانلود میشه من قهوه‌ام بخورم. بعد اینکه فایل اگزش دانلود شد روش کلیک میکنیم، اکسپت، این دیگه مهم نیست تو چه مسیری بود، اوکی رو بزنید، نکست، این اگه خواستید دسکتاپ آیکون، نکست، نکست، اینستال. خب من این قسمت های نصبش رو سریع میزنم بره. خب فینیش. خیلی ساده بود. الان برای من، چون من قبلا نصب داشتم رو سیستمم، یه سری چیزها رو به صورت دیفالت باز کرد. خب ولی برای شما یه صفحه خالی باز میکنه. بذار من نیو فایل رو بزنم، یا آره نیو فایل رو میزنید. خب برای من چون قبلا اینو نصب داشتم خیلی چیزاش آماده هست. من توی ویدیوی دیگه شروع کار با وی اس کد رو یاد میدم، حتما برید ببینید از 0 تا 100ش که چطور شروع کنیم باش کار کنیم، چون شروع کار ممکنه یه ذره عجیب غریب باشه به نظرتون محیطش، اما اصلا چیز ترسناکی نیست. بذار یه فایل جدید ایجاد کنم فقط برای اینکه ببینید چجوری میشه شروع کرد با پایتون کار کرد. اسمشو بذاریم firstcode.py که بفهمه ما میخوایم کد پایتون بنویسیم. خب این باز شد برای ما اینجا. ببینید من الان میتونم یه سری دستورها رو اینجا بنویسم، مثل همون چیزی که بهتون نشون دادم، x مساوی 2، w مساوی 4، بیا پرینت کن x به علاوه w رو. الان این رو ران کنید، اینجا نتیجه کار رو بهتون نشون میده 6. این کد رو من میتونم خیلی راحت ران کنم، اما یه سری کدهای دیگه هست. اگه دیده باشید کدهای پایتون ها، همیشه اول کدهای پایتون با ایمپورت شروع میشه، یعنی یه سری پکیج ها باید ایمپورت کنیم. پایتون اساس کارش اینه که از یه سری پکیج هایی تشکیل شده که یا خود پایتون ریلیز کرده یا کامیونیتیش همه اومدن پکیج ساختن، کد نوشتن و به صورت یه پکیج آماده. شما میتونید پکیج اونا رو ایمپورت کنید و ازش استفاده کنید. برای هر کار خاصی یه پکیجی آماده هست و این بهترین خصوصیت پایتونه که کار رو خیلی راحت میکنه. اما این پکیج ها رو ببینید، اگه من یه پکیج نامپای که ساده ترین و پرطرفدارترین پکیج نامپایه، اگه من اینو بخوام ایمپورت کنم میگه که no module named numpy found. یعنی اول قبل اینکه هر پکیج رو ایمپورت کنید، مرحله اول اینه که اون پکیج رو اینستال کنید. برای اینستال شما باز میاد توی کامند پرامپتتون، یه دستوری داره به نام pip install و اسم پکیجتون. بذارید من اینجا بزرگتر، چون من
فونتش بزرگتره بنویسم پیپ اینستال. حالا پکیجتون نامپای هست، می نویسید نامپای. این دستور رو اینجا نمی نویسید، توی کامند پرامپت می نویسید. ببینید پیپ اینستال، حالا من پکیج نامپای رو می خواهیم نصب کنیم. به همین سادگی شروع میکنه به نصب کردن. خب نصب شد. هر وقت نوشت successfully installed یعنی نصب شده. یه پکیج دیگه که خب خیلی به کارتون میاد matplotlib، باز میتونیم بزنیم pip install matplotlib. خب حالا که نصب کردیم دو تا پکیج رو، بیایم ببینیم الان وقتی numpy رو که نصب کردیم ایمپورت کنیم آیا باز هم ارور میده یا نه. ببینید دیگه ارور نداد، چون ما دیگه نامپای رو اینستال کردیم و راحت میتونیم ایمپورتش کنیم و توی کدمون ازش استفاده کنیم. تو ویدیوهای بعدی روش استفاده از لایبرری تو کد رو میبینیم. اینجا فقط هدف این بود که بیاد بگیریم چطور نصب کنیم. حالا توی نصب پکیج ها گاهی شاید شما لازم داشته باشید یه ورژن خاصی از اون پکیج رو نصب کنید. میتونید بنویسید pip install numpy مساوی، دو تا مساوی میذارید و برفرض ورژنش رو مینویسید. خب الان من نمیدونم numpy آخرین ورژنش چیه، میتونم بزنم pip show numpy. خب الان نوشته ورژنش اینه. اگه بزنم pip install دو تا علامت مساوی 1.20 میاد ورژن 1.20 رو نصب میکنه. اینو فقط تو ذهنتون داشته باشید، الان اصلا لازم نیست ورژن تعیین کنید. اینو فقط تو ذهنتون داشته باشید که پکیج ها هم ورژن دارن، یعنی کسی که اون پکیج رو نوشته بعد یه مدت میبینه یه اشکالی داره اونو آپدیت میکنه. خب بعضی وقتا وقتی یکم سطحتون رفت بالاتر ممکنه با ورژن های پکیج ها هم درگیر بشید، اما الان نه، الان اصلا نگرانش نباشید، فقط pip install numpy. خب این از نصب پایتون و پکیج ها و یه نمای ساده از محیط های برنامه نویسی. تو ویدیوی بعدی من سعی میکنم شروع کار با VS Code رو براتون یاد بدم. شروع کار با یه محیط برنامه نویسی خیلی به درد بخوره دیگه هست به نام جوپیتر نوتبوک، اون رو بهتون یاد بدم و بعد اون شروع میکنیم به کد نویسی های ساده که کم کم دستتون را بیفته و بریم سر کد های جذاب. تو این ویدیو میخوایم یه آشنایی داشته باشیم با محیط برنامه نویسی Visual Studio Code یا VS Code. تو ویدیو قبلی گفتم که محیط های برنامه نویسی برای پایتون خیلی زیاده، ولی من به شخصه ترجیح میدم و پیشنهاد میکنم با VS Code کارتون رو شروع کنید، چون تا آخر میتونید با همون پیش برید. برای نصب VS Code اولین کاری که باید بکنید مینویسید VS Code Download یا ویژوال استودیو کد میتونید بنویسید یا وی اس کد. آموزش های من برای ویندوز، برای اوبونتو خب قطعا یه مقدار فرق میکنه، برای اوبونتو لینوکس و سیستم عامل های دیگه. لینک اولو میزنیم، برای ویندوز دانلودش میکنیم، فایل اگزش دانلود میشه. بچه تو این ویدیو من سعی میکنم خیلی ساده باشه، حالت آشنایی باشه با وی اس کد، اما بعدن یه ویدیو میذارم که نکات و یه مقدار پیشرفته تر در مورد VS Code صحبت کنیم، امکانات بیشتری ازش استفاده کنیم و یه سری نکاتش رو میگم. پس این ویدیو برای کسایی که میخوان با VS Code تازه شروع به کار کنن و کسایی که آشنایی دارن با VS Code. بعدن یه ویدیو میذارم که نکاتو به قول معروف ترفندهاشو تو اون ویدیو یاد میدم. خب بعد اینکه فایل .exe دانلود شد روش کلیک میکنیم، accept, next, 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 install. فینیش رو میزنیم، خودش VS Code رو شروع میکنه. اولین برخوردی که با VS Code دارید یه همچین صفحه‌ایه. من یه آشنایی کلی بهتون میدم که چی کجاست که اولش خیلی احساس غریبگی نکنید باهاش. ببینید اول کار یه منوی بالا داریم که برای شروع کار تنها استفاده که ازش میکنید نیو فایل، اوپن فایل، اوپن فولدره. خب چیز دیگه ای ازش نیاز نمیشه از منوی بالای. سمت چپ چند تا آیکون داریم که اینا رو بعد اینکه get started رو انجام دادیم بهتون توضیح میدم. ببینید اینجا تنها چیزی که ازتون میپرسه میگه میخواید تم ویژوال استودیو کدتون چی باشه، همین دارک باشه به نظر من بهتره و چیز خاص دیگه ای نداره. الان پیشنهاد من اینه برای شروع کار یه فولدر درست کنید جایی که میخواید کد نویسیتون رو شروع کنید. بر فرض مثال من
یه فولدر دارم به نام پای پروژکت. اینجا یه فولدر ایجاد میکنم به نام لرن پایتون. بچه همیشه اسم فایل و فولدر میذارید، اسپیس نذارید توش. این یه چیزیه که من به همه میگم، اسپیس نذارید، خط تیره پایین بذارید. الان من فولدر تشکیل دادم لرن پایتون، میام اینجا اوپن فولدر رو میزنم توی پای پروژکت لرن پایتون، سلکت فولدر. الان این فولدر رو باز کردم، اینجا بزنید yes. اینجا اسم فولدری که توشیمو نشون میده. برای شروع کار اولین فایلم رو ایجاد میکنم، یا میتونید با اینجا نیو فایل رو بزنید یا میتونید از اینجا نیو فایل رو بزنید و دیگه یاد بگیرید با اینجا کار کنید. نیو فایل رو من زدم، اینجا اسم فایلمون رو وارد میکنیم، بنویسیم first code .py. بچه این .pyش خیلی مهمه، چون ویژوال استودیو برای زبانهای برنامه نویسی مختلف ساخته شده. شما سی هم میتونید توش کد بزنید، جاوا هم میتونید توش کد بزنید، HTML هم میتونید، همه چی میتونید. این .py رو که می نویسید یعنی فایل پایتونه و همچنین به VS Code نشون میدید که میخواید تو محیط پایتون برنامه نویسی کنید. الان من اگه انتر رو بزنم، بذارید اینو بیارم بالا، فایلمون باز شد. این get started هم میتونید ببندید. فایلمون رو باز کرد اینجا، اما اینجا هم یه دونه پاپ اپ اومد که میگه که باید اکستنشن های مخصوص پایتون رو نصب کنید. میتونید همینجا اینستال رو بزنید، شروع میکنه به اینستال کردن. این مرحله ضروریه برای اینکه بتونه کد پایتونتون رو اینترپرت کنه و اجرا کنه. حالا اگه اون مرحله رو از دست دادید، میتونید بیاید تو همین قسمت، اکستنشن هاتون همشون توی این قسمته، این آیکون اینجا. خب بذارین این اینستالش بعد توضیح بدم. خب الان نصب شد این اکستنشن ما. حالا در حالت کلی وقتی میاید اینجا، اگه بنویسید پایتون، خودش اونو میاره، یعنی شما روی اولی بزنید و اینستالش رو بزنید، اون اکستنشن باید نصب بشه که بتونید کدای پایتونتون رو اجرا کنید. خب الان که ما اومدیم توی تب اکستنشن، بخوایم برگردیم اوورویوی فایل ها و فولدرامون رو نشون بده، اینو میزنیم، دوباره برمیگردیم به همون صفحه اول که اسم فولدرمون نشون میده، اسم فایلمون نشون میده، روش کلیک میکنید و اینجا میاره. الان من میتونم خیلی راحت شروع کنم به اجرای کد ساده پایتون. خب کارهای ساده ابتدایی که میتونیم انجام بدیم، میتونیم بگیم که یه متن تعریف کنیم که همیشه همه جا با Hello World شروع میکنن و دو تا عدد تعیین کنیم، X مثلا 45، W مساوی 102. خب دو تا کار میتونیم بکنیم، میتونیم بگیم که Print Message، مسیجمون رو پرینت کن و Print X به علاوه W، جمع x به علاوه w رو پرینت. الان بیایم اینو با این دکمه میتونیم کدمون رو ران کنیم. ببینید هر دوتاش اجرا شد، هم hello world رو پرینت کرد هم 147. خب الان دیدید که یه چیزی این پایین باز شد. این نیم صفحه‌ای که این پایین باز میشه در واقع ترمینالمون هست که یه چیزی مشابه، بذارید من اینو ببندم، که یه چیزی مشابه همین command prompt ویندوز هست، اما تو همین فولدری که دارید. الان شما برای ران کردن کد پایتون میتونید از این روش هم استفاده کنید. بنویسید پایتون، اسم فایلتون، اسم فایل پایتونتون، پایتون فرست کد دات پی وای. همون کار میکنه، یعنی این ترمینالتون همون کار میکنه. این ترمینال به چه درد میخوره؟ شما وقتی یه فایل رو ران میکنید، از این ترمینال میتونید ببینید که درست ران شده یا نه، میتونید اگه ارور داد اروراشو بخونید و خیلی به دردتون میخوره که این اینجاست. پس این روش ایجاد فایل، شما میتونید توی این فولدر لرن پایتون یه فولدر دیگه ایجاد کنید به نام ایمیجز، عکساتون رو توش بذارید، یه فایل پایتون دیگه ایجاد کنید، سکند code.py. اگه بیایید محلی که فولدر لرن پایتون رو توش ایجاد کردی رو باز کنید، میبینید که همه اینا ایجاد شده. الان سکند پایتون کد رفته تو فولدر ایمیجز، اینا اگه بیارید اینور در میاد، میاد تو فولدر اصلی. ببینید الان همه اون چیزایی که ما ایجاد کردیم توی فولدرمون اصلا هست. پس این در واقع شروع کار با پایتونتون هست. توی این منوی سمت چپ در واقع برای شروع کار شما این
لازمتونه و این اکستنشن ها و اینها اینم سرچه. خب میتونید یه چیزی رو تو کداتون سرچ کنید، مثلا من میتونم هلو رو توی کد هام سرچ کنم و ببینید توی فایل فرست کد پیدا کرد هلو رو. خب اینم به دردتون میخوره، اما این برای ورژن کنترل، این برای دیباگ کردنه و این برای تستینگ. اینا دیگه خیلی پیشرفته تره و برای شروع کار خیلی به دردتون نمیخوره. گفتم من یه ویدیو دیگه میسازم پیشرفته تر رو وی اس کد کار میکنیم و اینا رو توضیح میدم. یه چیز دیگه هم که ممکنه به دردتون بخوره ستینگتونه. میتونید برید از این علامت توی ستینگ، یه سری ستینگ رو اینجا میتونید تغییر بدید. مثلا من میتونم حالا تو ویدیوهای بعدی من اندازه تکست رو میذارم 19 که اندازه تکست بزرگتر بشه و تو ویدیوها بهتر دیده بشه. و خب یه سری چیزهای دیگه داره، میتونید مثلا تمو عوض کنید. باز هم میگم اینا خیلی برای شروع کار نیاز نیست، ولی بدونید که ستینگتون اینجاست. پس من میتونم ستینگ رو ببندم. پایینم نگاه کنید میبینید که پایتونتون ورژنش رو نوشته. پایتونی که الان داره استفاده میکنه ورژن 3.7.9 و دیگه فکر نمیکنم چیزی ازش لازم باشه. خب پس محیطش رو آشنا شدید. این قسمتی که کدتون رو مینویسید، این قسمتی که فایل ها و فولدراتون رو میبینید، پایین هم ترمینالتون هست. برای آشنایی فکر میکنم همین مقدار کافی باشه. امیدوارم که بتونید به خوبی ازش استفاده کنید. تو این بخش میخوام جوپیتر نوتبوک رو معرفی کنم به عنوان یه محیط برنامه نویسی برای پایتون. یه مقدار کاربردش با وی اس کود یا محیط های برنامه نویسی دیگه متفاوته و این تفاوتش باعث میشه خیلی راحت و جذاب باشه براتون. پیشنهاد میکنم حتما این ویدیو رو ببینید و امتحانش کنید، چون دیگه نمیتونید اگه یه بار ازش استفاده کنید دیگه نمیتونید ازش استفاده نکنید. برای استفاده از جوپیتر نوتبوک کامند پرامپتتون رو باز میکنید. تنها کاری که لازمه بکنید اینه که بنویسید pip install jupyter. خب نصب انجام شد. توی نصب پکیج ها با استفاده از pip این ایرور زرد نترسونتتون، فقط میگه که pip ورژن جدیدتر داره، میتونید آپدیتش کنید. الان جوپیتر کاملا نصب شد، فقط لازمه که لانچش کنیم یا رانش کنیم. بچه برای ران کردن جوپیتر همیشه حواستون باشه که چه فولدری میخواین رانش کنید. الان میبینید که توی کامند پرامپت من توی فولدر یوزرز هستم، توی دایرکتوری سی فولدر یوزر. توی ویدیو قبل من یه فولدر برای شروع برنامه نویسیمون ایجاد کردم به نام لرن پایتون، مسیرش سی پای پروژیکتز لرن پایتونه. ببینید از همین کامند پرامپت برید توی اون فولدر، ببینید سی دی دو نقطه وقتی میزنید یه فولدر برمیگرده. بعد میریم تو فولدر پای پروژیکتز لرن پایتون، میریم توی سی دی پای پروژیکت، وقتی دکمه تب رو میزنید براتون کامل میکنه. دوباره میزنم لرن پایتون. الان من توی مسیری هستم که کدهای پایتونم میخوام توش باشه. وقتی توی فولدرتون هستید می نویسید جوپیتر نوت، بذار اینو بیارم بالاتر ته صفحه است. خب جوپیتر نوت بوک، انتر. الان یه صفحه توی براوزرمون برامون باز میشه. بستگی داره از چه براوزری استفاده میکنید، ولی امیدوارم کروم باشه براوزری که ازش استفاده میکنید. این صفحه اول جوپیتر نوتبوکتون هست، خیلی ساده است. اینجا فایلایی که تون فولدرتون دارید رو براتون نشون میده. فقط یادتون باشه فایلایی که .py هست جوپیتر نوتبوک باز نمیکنه. جوپیتر نوتبوک پسوند مخصوص خودش رو داره. برای ایجاد یک فایل جوپیتر اینجا نیو رو میزنین و پایتون 3، خب ما از پایتون 3 استفاده میکنیم و اولین جوپیتر نوتبوکمون ایجاد میشه. همون اول کار اینجا رو ببینید، پایتون 3 تون پایتونیه که دارین استفاده میکنید و میتونیم، من فکر کنم اینو قبلا کوچیک کرده بودم. آها اصلش اینه. اینجا اسمش رو میتونید اسم بذارید، میتونم اینو بذارم first جوپیتر. الان شما اگه تو صفحه اول ببینید فرست جوپیتر ایجاد شد. این آیکون اینجا نشون میده که جوپیتر نوتبوک هستش و پسوند جوپیتر نوتبوکمون IPYNB. خب
خب ببینید، ساختار جوپیتر نوتبوک به صورت سلول سلول هست یا سل گفته میشه، سل های مختلف. اینی که الان توشیم یه سله و شما میتونید یک یا چند خط کد توش بنویسید. بر فرض مثال من مینویسم x مساوی 45، حالا میتونم انتر رو بزنم برم خط بعدی بگم که پرینت کن x. الان برای اینکه این سل رو ران کنم میتونم یا از دکمه ران اینجا استفاده کنم. ببینید دکمه ران رو زدم و نتیجهش رو بلا فاصله آورد، نوشت 45. خیلی راحته. بخوام یه چیزی به این سل اضافه کنم میتونم بنویسم W مساوی 5، حالا به جای پرینت X، پرینت X به علاوه W. دوباره رانو بزنید، این نتیجه جدید رو نمایش میده. حالا من میتونم توی سل بعدی یه چیز دیگه بنویسم، یه دونه تکست بنویسم، learn python، پایتون یاد بگیر. بعد میتونم این مسیج رو ببین، اگه هیچ پرینتی نذارم و این کد این خط ران کنم خب هیچ اتفاقی نمیفته، اما اگه بزنم print message و اینو ران کنم خب اینو مینویسه. حتی من میتونم پارامترمو توی یکی از سلولا تعریف کنم، توی سل بعدی، سلول خیلی عجیب به نظر میاد، همین سل بگیم، توی سل بعدی پرینتش کنم. ببینید؟ خب پس این قابلیت جوپیتر هستش. شورتکاتی داره که کارتون رو خیلی راحت میکنه. برای ران کردن یه سل، بذار اینو من 15 بذارم، برای ران کردن سل میتونید از شیفت و انتر با هم، شیفت رو بگیرید بعد انتر رو بزنید، ران میکنه خیلی راحت. یعنی شما سریع میتونید سل های مختلف رو با استفاده از شورتکات ران کنید. یه مزیت دیگه هم که داره، اولا هر چند دقیقه یه بار خودش سیو میکنه، حالا نهایتا خودتون هم میتونید اینجا سیو رو بزنید. کار دیگه هم که میتونید بکنید، با استفاده از این شما میتونید سل جدید ایجاد کنید بین دو تا سل مختلف و تا وقتی اون سل رو ران نکردید اینجا خالی بین برکت ها خالیه. اما بعد اینکه من رانو بزنم، بذارید اینو بیارم بالا، میتونید جای سل رو عوض کنید، بیارم بالا بزنم یه لایبرری ایمپورت کنم، ایمپورت نمپای. حالا ببینید این خالیه، بعد اینکه ران میکنم اینجا عدد 10 اومد، یعنی این دهمین سلیه که ران شده. یعنی اول 7 ران شد، بعد 8 ران شد، بعد 9 ران شد، حالا 10 ران شد. حالا این ترتیبا جاهایی که میخواید یه وریبلیو ایمپورت کنید مهمه، یه وریبلیو تعریف کنید مهمه. حالا من دوباره میتونم اینجا یه لایبرری دیگه، matplotlib، یه لایبرری دیگه باز ایمپورت کردم. ببینید خوبی جوپیتر چیه؟ شما دو خط کد می نویسید. برفرض شما یه برنامه طولانی می خواهید بنویسید، 100 خط کده. یه راهش اینه که 100 خط کد کامل بنویسید و در انتها ران کنید، وسط کار ارور بده. یه حالت دیگه هم هست که تو جوپیتر شما خط به خط می نویسید، هر خط رو ران می کنید، ببینید تا اینجای کار نتیجهتون اونی شد که می خواهید، بعد بقیه رو ادامه بدید. واسه همین خیلی خیلی مفیده و خیلی راحت می شوید با بقیه نوتبوکتون رو شیر کنید، نتیجه کاراتون رو ببینن. یه مزیتی هم که داره، میتونید عکس ها رو همینجا مثلا نمایش بدید، زیر هر کار گرافاتون رو نمایش بدید. اگه آشنا نیستید با اوپن سی وی و matplotlib نگران نباشید، اینجا فقط برای نمایشه و تو ویدیوهای بعدی یاد میگیرید که اوپن سی وی چیه، matplotlib چیه و پلات کردن وریبل ها چیه. خب سی وی 2 رو اینجا نصب نداریم. الان من اوپن سی وی نصب کردم، دوباره اگه این ران کنم میبینید بدون ارور انجام شد. یه فولدر ایمیجز دارم، یه عکس توش میذارم، توش دارم به نام فراگ. میتونم این عکس رو بخونم. خب این عکس رو خوند. میتونم همینجا من این عکس رو نمایش بدم، پلات داد ایم شو ایمیج. خب این عکس رو همینجا بر ما نمایش میده و خیلی کارمون راحت میکنه. تغییراتی که تو عکس بدیم و همینجا میتونیم ببینیم. همینطور اگه گرافی بسازیم بیاین اونم نشون بدیم اینجا. هر سلی میتونید تو شروع کنید بنویسید. میتونیم با استفاده از لایبرری matplot، فقط برای اینکه ببینید چه کارهایی از دستش برمیاد، اکس، خب
یا اصلا بذار برعکس بذاریم، یکم جالب تر بشه. همینجا منحنی رو برای ما رسم کرد. شما میتونید عنوان هم بذارید برای plot x label. ببینید عنوان گذاشت برای اکسس x. برای اکسس وای هم میتونیم عنوان بذاریم، برای کل گراف هم میتونیم و خیلی کارهای دیگه میشه کرد با این. پس این از جوپیتر نوت بوک. یه مقدمه خیلی جزئی از وی اس کود داده بودم تو ویدیو پیش. جالبه که بدونی توی وی اس کود هم میتونید جوپیتر نوت بوک رو ران کنید. الان این وی اس کود من ببینید داخل همون فولدر لرن پایتون هم جوپیتر نوتبوکی که من اینجا ساختم و میتونید ببینید IPYNB پسوند جوپیتر نوتبوکه. برای همین اگه من روش کلیک کنم میبینید که به همون شکل آورد و شما ساختار سلولی دارید، سل های مختلف و میتونید با شیفت اینتر ران کنید یکی یکی و برید جلو. پس این خیلی خوبه که توی وی اس کود هم میتونید از این ساختار استفاده کنید و خیلی راحته. این مارکداون هم یه چیزه که بذاریم بهتون بگم، اینم مهمه توی جوپیتر نوت بوک. سل ها معمولا کد می نویسید توش، بعضی وقتا میخواید یه جایی مشخص کنید متن فقط بنویسید که قابل اجرا نباشه. این سلول جدید ایجاد میکنه، نوعش کد، اینجا نوعش رو مارکداون میذارم. خب مثلا من یه عنوان مینویسم گرافز، خب یعنی گراف ها، این دیگه متن شد، کد نیست، این متنه. اگه قبلش یه هشتگ بذارم، هشتگ با فاصله، خب یه ذره بزرگتر، این به این میگن زبان مارکداون. اگه دو تا هشتگ بذارم یه ذره کوچیکتر میشه و دیگه اینجا شما میتونید یه عنوان بنویسید برای سل های بعدی که از اینجا به بعد کار من اینه، کد هایی که گذاشتم اینه و این معمولا کدتون رو خیلی ترتمیز میکنه. میتونید یه متن طولانی بنویسید، من میتونم همینو یه متن طولانی بنویسم و به طوری که مزاحم کد هام نباشه. الان این قسمت یه توضیحی در مورد اینجا دادم که بعدا یادم میاد. پس اینم داریم اینجا توی وی اس کود، مارکداون رو هم داریم و خیلی راحت میتونید سیف کنید اینجا دیده بشه و تمام شه. خب پس اینم نشون میده که خیلی راحت میتونید ازش استفاده کنید. این در مورد جوپیتر نوت بوک بود. خیلی به دردتون میخوره به نظر من، میتونید راحت ازش استفاده کنید و ویدیوهای بعدی من سعی میکنم هم از این استفاده کنم هم از وی اس. تو این ویدیو میخوام در مورد متغیرهای متنی در پایتون صحبت کنم یا استرینگ ها و ببینیم که چطور میشه تعریفشون کرد، چه استفاده هایی میشه ازشون کرد و چه متد ها و فانکشن هایی میشه روشون اعمال کرد. بیایم کارمون رو با این پیام متنی شروع کنیم، با این استرینگ شروع کنیم. Hello World واقعا دیگه خیلی تکراری شده، ولی دیگه سنت کد نویسی باید با همین شروع بشه. باید نداره ولی خوبه. ببینید استرینگ ها اولا این که متنی هستن که بین دوتا علامت بینا دبل کوت گفته میشه، یا میتونید توی سینگل کوت بذاریش. پس به اینا میگن سینگل کوت، به اینا میگیم دبل کوت. شما از هر دوی اینا میتونید برای تعریف استرینگ استفاده کنید. تنها جایی که ممکنه مجبور بشید یکیش رو انتخاب کنید اینه که توی متنتون از این علامت استفاده شده باشه یا از این علامت استفاده شده باشه. ببینید مثلا متن من این باشه. تو انگلیسی میدونید دیگه برای مالکیت از آپستروف خیلی استفاده میشه و شاید اصلا استفاده دیگه بشه. اگه از این استفاده شه دیگه شما نمیتونید برای تعریف استرینگتون از همین سینگل کوت ها استفاده کنید، اون وقت پایتون فکر میکنه که این استرینگتون فقط تا اینجاست. در این صورت دو کار میتونید بکنید، یا از همین دابل کوت ها استفاده کنید، اون وقت هیچ مشکلی پیش نمیاد، یا یه بک اسلش قبل اون المانی که داره به هم میریزه بذارید. ببینید الان دیگه اوکی شد. خب پس این برای تعریف استرینگتونه که از سینگل کوت استفاده کنید یا دابل کوت. حالا که فعلا مشکلی نداریم از همین دابل کوت استفاده کنیم. بذار من اینجا پاک کنم، خیلی زشته. خب الان کارهایی که میتونیم با استرینگ بکنیم، ببینید ما میتونیم استرینگمون رو توی یک وریبل بذاریم. وریبل من اینجا اسمش مسیج هست، میتونم اسمای دیگه بذارم. توی گذاشتن اسم وریبل ها سعی کنید حتما از حروف کوچیک استفاده کنید. اگه هم میخواید دو کلمه باشه مثلا مای مسیج،
از حتما اندرسکور استفاده کنید نه داش، و این کدتون رو زیباتر میکنه و قشنگتر میکنه. ببینید ساده ترین کاری که با یه استرینگ میتونید بکنید اینه که پرینتش کنید. حالا یا میتونید مستقیم خودش رو بنویسید، ببینید ران شد و اینو پرینت کرد، یا میتونیم مسیج رو اینجا بنویسیم. پس این از این. بچه ها ببینید دابل کوتی که گفتم میتونید بذارید، یه استفاده جالب دیگه هم میتونید بکنید، اونم اینه که اگه سه تا دابل کوت بذارید اول و آخرش، میتونید توی چند خط استرینگتون رو بنویسید. مثلا توی خط بعدی بیایید بنویسید حالا هرچی. الان من اگه مسیجم رو پرینت کنم توی چند خط اوکی بود براش، اما بذارید همین حالا حالت قبلی باشه. عملیات هایی که روی استرینگ ها میتونید انجام بدید، ما میتونیم بیایم در بیاریم که طول متنمون چقدر از چند تا کاراکتر حرفی توش استفاده شده. ببینید از دستور length استفاده میکنم، یعنی طول این استرینگ چقدره. اینجا گفت 13 تا، یعنی 13 تا کاراکتر توش ازش استفاده شده. من میدونم الان 13 تا کاراکتر داره، میتونم بیام بگم که حرف پنجمش رو انتخاب کنم، حرف پنجمش رو پرینت کنم. ببین ویرگول بود جایگاه پنجم، جایگاه هفتم چیه؟ W. حتی میتونم یه بازه رو انتخاب کنم، بگم کل هفتم تا سیزدهم رو انتخاب کن. بعضی وقتا شما نمیدونید آخری پارامترتون چنده، هفتم تا چندم رو پرینت کن. شما اگه جای خالی بذارید خودش اتوماتیک میدونه که تا آخر باید بره، از هفتم تا آخر برو. ببینید بازم همون ورلد رو پرینت کرد. یا همون کار رو میتونید برعکس بکنید، از اول به جای اینکه بنویسید از پارامتر سوم تا پنجم، میتونید اینو خالی بذارید بگید از اول برو تا پنجم. ببینید هلو رو نوشت. اینم استفاده جالبیه. حالا یه سری متد ها هست که ما با استرینگمون میتونیم ازش استفاده کنیم. یکیش lower هست. lower میاد چیکار میکنه؟ میاد تمام حروف متنتون رو به حروف کوچیک تبدیل میکنه. یعنی اگه حروف کپیتال یا حروف بزرگ داشته باشید به حروف کوچیک تبدیل میکنه. حالا من اینو ران کنم، ببینید hello hش که بزرگ بود کوچیک شد. یا برعکسش میتونم از upper استفاده کنم، میاد برعکس همش حروف کپیتال یا حروف بزرگ میکنه. یه چیز دیگه که میشه ازش استفاده کرد و به دردتون میخوره کاونته. شما توی استرینگتون میتونید بشمرید، یه چیزی هم باید بهش بدید. چی رو بشموره؟ مثلا من میخوام بگم که یه حرکت ترکیبی میخوام بزنم که از دوتا چیز با هم استفاده کنیم. من میخوام بگم که world رو بشمور. world رو بشمور. چند تا world توی این استرینگ داریم؟ بذارید یه کاری بکنم. خب الان ما توی این عبارت یا توی این استرینگ دوتا ورلد داریم، یعنی اگه بشموره باید عدد دو رو به ما بده. این تبلیغات های همجور پشت سرم تبلیغی که میاد. خب ببینید الان من اگه بهش بگم بشمور اصولا باید دو بده، اما یک داد. چرا؟ برای اینکه کیس سنسیتیوه. اینجا ورلد من با W بزرگ نوشته شده، این با W کوچیک. حالا از lower استفاده میکنیم. ببینید من میگم که مسیج من اول بیا همه حروفشو lower بکن، یعنی همه حروفشو حروف کوچیک بکن، بعد lower شدهشو count کن، ورلد رو توش پیدا کن. الان ببینید شد دوتا، چون دیگه همه رو lower case کرد، بعد ورلد رو شمرد و تونست همهشو پیدا کن. پس دیدی از دوتاش با هم استفاده کردیم. جالب. پس این میشموره. حالا اگه چیزی رو بخواید که توی متنتون نباشه، خب قطعا عدد صفر رو بهتون میده. یه چیز دیگه که میتونید حالا استفاده کنید find هستش. find میاد پیدا میکنه این چیزی که نوشتید رو، اون متنی که میخواید توی استرینگتون پیدا کنید، و ایندکسش رو بهتون میده، میگه که کجای متنه. حالا اینجا راحته، ولی فکر کنید یه متن 8000 خطی داشته باشید بخواید اینو توش پیدا کنید، وقت خیلی راحت براتون پیدا میکنه و ایندکسش رو بهتون میده. الان میگه world توی جایگاه 17 همه. ببینید اینو پیدا نکرد، اینو پیدا کرد چون این حروف کوچیکه، و گفتش که جایگاه 17 همه. حالا اگه اینم W باشه، یعنی کوچیک باشه، میاد اولین وردی که پیدا میکنه جایگاه هفتمه. اگه چیزی بنویسید که توش نباشه، مثلا همین سلام، ببینیم سلامو پیدا میکنه توش. اگه پیدا نکنه منفی یک بهتون میده. مورد بعدی که با استرینگ ها میتونید استفاده کنید و کاربرد داره ریپلیسه. ریپلیس اینجوریه که شما گید که فلان عبارت یا فلان حرف یا فلان کلمه رو یا فلان تیکه رو بیا ریپلیس کن، جایگزین کن با اینی که من میگم. من الان میخوام هلو رو تبدیل کنم به سلام. خب از این به بعد هلو ورلد میشه سلام ورلد.
خب این ببینید دیگه جایگزین کرد و اونو پرینت کرد. خب اینا عملیاتایی که با استرینگا شما میتونید استفاده کنید. حالا یه نکته حرفه‌ای هم میخوام بهتون یاد بدم. ببینید من میتونم متنم رو به صورت پارامتری بنویسم. مثلا متن من اینه: سلام. فکر کنید مثلا یه کاربریه اومده تو سایت، شما بخواید بگید که سلام، اسم اون کاربر، به سایت یوتیوب خوش آمدی. حالا هر سایتی من میخوام این بر اساس هر کاربر عوض بشه. حالا مثلا میخوام پارامتر باشه، میگم پارامتر نیم، حالا اینجا اسمش ساراست، و اپ نیم یا سایت نیم مثلا یوتیوب. اینجا حالا من میتونم این مسیج رو دو نوع بیاین بازنویسی کنیم. مسیج یک میتونم بنویسم سلام به علاوه نیم به علاوه نقطه به سایت به علاوه اپ نیم به علاوه خوش آمدی. این دوتا یه چیزی رو باید پرینت کنن. ببینید پرینت مسیج، پرینت مسیج یک، هر دوشون یه مسیج رو پرینت کردن. اینجا حالا یه اسپیس یادمون رفت بیاریم، که اینم یکی از ایرادات این روشه که خیلی چیزا یادتون میره که اصلا چی و کجا گذاشتید. ببینید الان یکی شد، اما ببینید چقدر سخته دبل کوتا رو کجا بذارید، نیم رو کجا بذارید، اینو کجا بذارید، و یکم قاطی پاتی. حالا یه روش دیگه هست، همون حرفه‌ایه که بهتون گفتم. مسیج دو رو با اون حرفه‌ایه تعریف کنیم. شما میتونید جمله‌ای که می‌خواید رو بنویسید، قبل دبل کوتتون یه اف می‌ذارید، بعد به جای جایی که پارامتری قرار باشه یه آکولاد میذارید. امیدوارم اسم اینا آکولاد بود دیگه، درسته؟ اینجا هم یه آکولاد دیگه میذارید. اینجا جا نگهدار یا پلیس هولدرن که جا نگهدار، اینجا یه زنبیل میذارید. بعد مشخص میکنید تو هر کدوم از اینا چی باید قرار بگیره. من میگم توی اینجا پارامتر نیم باید قرار بگیره، توی اینجا پارامتر اپ نیم. ببین چقدر تمیزتر شد و شما دیگه میدونید که ساختار جملتون چیه. به این مدل نوشتن فرمتد استرینگ گفته میشه، به خاطر همین این اف قبلش گذاشته میشه. حالا من اگه مسیج دو رو هم پرینت کنم، ببینید همش عیناً مثل هم شدن. پس این هم یه روش کار با استرینگ هاست که خیلی به دردتون میخوره یاد بگیرید. ببینید یه تست بکنیم ببینیم که فارسی رو هم میشه نشه. من تا حالا فارسی تست نکردم، نیازم نشده. بیایم ببینیم که فارسی هم تست میکنه. سلام دنیا، هلو ورلد تبدیل به سلام دنیا شد. خب پرینت کرد. خب پس اوکیه. ببینیم که اگه مثلا المان دومش رو الف، درسته، سومش میم، خب خیلی درست کار میکنه. بچه اگه بخواید المان آخر یک متنی رو مثلا بگید حرف آخرش رو نمایش بده، بذاری روی انگلیسی نشونتون بدم راحت تره. حرف آخر اینو نمایش بده، به جای اینکه بشمرید چند تاست و بعد آخری رو بنویسید، میتونید منهای یکم بذارید. ببینید آخری که ایر رو نمایش ده. خب اینم از این، فکر میکنم تا اینجا کافی باشه. تو این ویدیو میخوایم در مورد متغیرهای عددی در پایتون صحبت کنیم که دو نوع اینتیجر و فلوت دارن، و ببینیم که چه کارهایی، چه عملیاتی میشه روشون انجام داد. ببینید اولا اینکه برای اینکه متغیر تعریف کنیم، یه حرف یا یه کلمه با حروف کوچیک مینویسید و مقدار عددی رو بهش نسبت میدید. الان متغیر من مقدارش، متغیر x من مقدارش 24، متغیر y من مقدارش مثلا 10.23. میبینید که این عدد صحیحه و این عدد اعشاریه. به این میگن اینتیجر تو پایتون، به این میگن فلوت، یعنی اعشاریه. حالا من میتونم این پارامترامو پرینت کنم. پرینت کن x رو، ببینید 24 رو پرینت کرد، یا پرینت کن y رو، مقدارش رو پرینت کرد. از دستور تایپ میتونید برای نمایش تایپش استفاده کنید که ببینید اینتیجره یا فلوته. الان برام نشون داد که این تایپش فلوته، یعنی تایپش اعشاریه. بچه ممکنه شما یه پارامتری داشته باشید که به صورت استرینگ باشه اما داخلش عدد باشه. اگه تایپ اونو نمایش بدید دیگه این عدد نیست، این استرینگه. ببینید تایپ W استرینگه، ولی شما میتونید این رو با نوشتن اینت به عدد تبدیل کنید. حالا دیگه تایپش اینتیجره.
حالا در کل، حالا که با متغیرهای عددی آشنا شدید، کاری که میشه باش کرد یه سری عملیات‌های ریاضی که همه احتمالاً با این علامتاش آشنایی دارید، ولی من حالا اینجا نوشتم که جمع به علاوه از تفریق اینه، ضرب این ستاره است، ایکس نیست. این ستا آخری مهمه، شاید اینها رو ندونید. بیاید اینا رو یه تست بکنیم. خارج قسمت چیه؟ خارج قسمت وقتی مثلا ایکسمون مثلا 500 باشه، وایمون 200 باشه. اگه بخوایم x رو به y تقسیم کنیم و نتیجه رو پرینت کنیم چی میشه؟ بذار اینجا کلیر کنم. 2.5 میشه، درسته؟ حالا ما میخوایم فقط ببینیم که اعشاری نده، صحیح بده، خارج قسمتش رو اگه بخوایم بده، ببینید 2 رو به ما میده، و اگه باقی موندهش رو بخوایم به ما بده از دستور این درصد استفاده میکنیم، 100 تا باقی مونده داره. حالا این یه جای جالبی کاربرد داره که شما مثلا عددتون 5 باشه، این 2 باشه، باقی مونده 5 به 2 1، باقی مونده 6 به 2 چیه؟ 0. از این علامت و از این تیکه دستور برای تعیین زوج و فرد بودن عددا خیلی زیاد استفاده میشه و کاربرد خوبیه. مورد بعدی که جالبه اینه، توان وقتی دوتا میذارید میشه x به توان y، یعنی 6 به توان 2. ببین 36. خب اینا عملیات های جالبی. حالا برگردیم به همون اعشارمون. این یه عدد اعشاریه. ما میتونیم این عدد اعشاریمون رو روندش کنیم. میتونیم بنویسیم round y. نتیجه چی میشه؟ بذاریم کلیر کنم. نتیجه میشه 2. این 2.2 اومد به 2 که نزدیکترین عدد صحیحه رسوند. اگه این 2.8 بود به 3 روندش میکرد. حالا یه روشی هست که شما مثلا بعضی وقتا میخواهید همیشه به پایین ترین عدد روند کنه یا همیشه به بالاترین عدد روند کنه، میتونید از دستور فلور یا سیل وای استفاده کنید. فلور به معنی زمینه، که یعنی پایین ترین عدد صحیحش. سیل به معنی سقف، یعنی بالاترین عدد صحیحش. ولی اینا به صورت اتوماتیک تو پایتون تعریف نشدن. شما باید اول پکیج math رو ایمپورت کنید و بعد از پکیج math میگید math.flor یا math.seal. ببینید الان این رو اگه من پرینت کنم، با اینکه 2.8 به 3 نزدیک‌تره، ولی اومد پایین‌ترین عدد صحیح و نزدیک گرفت. همینطور اگه سیلش کنم قطعاً بالاترین عدد صحیح رو در نظر میگیره. پس اینا هم جالبه بتونید استفاده کنید. حالا خیلی لایبرری های دیگه هست که شما میتونید از دستوراتش استفاده کنید. در مورد عملیات های ضرب و تفریق و جمع یه چیز جالب دیگه هم بهتون بگم. ببینید شما اگه یه عددی داشته باشید، آیتون 0 باشه، من میتونم آی رو به علاوه 1 کنم و دوباره توی خود آی بذارم. یعنی آی رو به علاوه 1 کردم و دوباره توی خود آی گذاشتم. الان اگه آی رو پرینت کنم، اینو بذارید کامنت کنم، آی رو پرینت کنم 1 بهمون میده، چون یه دونه بهش اضافه کردم و دوباره توی خود آی گذاشتم. این دستور رو میتونید به این شکل هم بنویسید، آی به علاوه مساوی 1. الان چون دو بار جمع شده، اصولا باید 2 نشون بده. ببینید 2، یه بار اینجا جمع کردم، دو یه بار اینجا جمع کردم توی آی گذاشتم. از این توی لوپ ها خیلی استفاده میشه. حالا اگه آشنایی دارید که میدونید، اگه نه لوپ ها رو تو درس های بعدی یاد میدید. پس این از این عملیات جمع و تفریق و ضرب و اینایی که میشه روی اعداد انجام داد. یه سری عملیات هم هستن، عملیات های مقایسه ای. مثلا شما میخواهید ببینید که آیا مثلا این 3 باشه، میخواهید ببینید آیا x مساوی y اینجا، میگید که پرینت، حالا لازم نیست حتما پرینت کنید، میتونید فقط بنویسید x مساوی مساوی y. وقتی یه دونه مساوی میذارید مقدار رو توش میذاره، وقتی دوتا مساوی میذارید مقایسه میکنه. الان خروجی این فالسه، این خروجی ترو یا فالس میده، یعنی درسته یا غلط. الان میگیم که آیا x مساوی y، میگه نه مساوی نیست، فالسه. حالا میتونیم بپرسیم که آیا مقدارش نامساویه، آیا وای نامساویه، وایه این علامت نامساویه. الان دیگه میگه ترو، یعنی درسته. پس یه چیز باینری به ما خروجی میده. میتونید از بزرگتر استفاده کنید یا کوچیکتر. مثلا میتونید بگید آیا ایکس بزرگتر از وایه، میگه درسته. آیا ایکس بزرگتر مساویه وایه، درسته. این نتیجه این مقایسه رو حتی شما میتونید توی پارامتر بذارید، مثلا میگید کامپریسون نتیجهشو بذارید تو این و اینو پرینت کنید، باز همون نتیجه رو میگیرید. ببینید الان دیگه نتیجه این مقایسه توی این پارامتره.
پس اینم از عملیات های مقایسه ای و تا اینجا همین حد که بدونید خوبه برای این ویدیو فکر میکنم و تو ویدیوهای بعدی توی داخل پروژه ها توی کارکردها بیشتر دستتون میاد که از چیا استفاده کنید و به چه دردتون میخوره. توی این ویدیو میخوایم در مورد سه تا چیز صحبت کنیم: لیست ها، تاپل ها و ست ها در پایتون. سعی کنید تا آخرش ویدیو رو ببینید، چه مبتدی هستید تو پایتون، چه سطح متوسط هستین، یه چیزایی ازش یاد خواهید گرفت. بیشتر صحبتمون به لیست ها خواهد گذاشت چون بیشتر این عملیات روی اینها قابل انجامه و بیشتر استفاده واقعا از اینا میشه و بعد میریم سراغ تاپل ها و ست ها. ببینید، لیست در واقع یک آرایه یک بعدی از المان هاست. مثلا ما میتونیم یک لیست داشته باشیم به اسم colors و اسم رنگ ها توش باشه. این الان یک لیسته. لیست میتونه هم شامل استرینگ باشه، شامل متن باشه، هم میتونه عدد داشته باشه. مثلا یه رندوم یه سری اعداد بدیم: 4, 8, 23, 56, 2. خب پس اینا هر دوش لیستن. ببین تو لیست ترتیب مهمه که اول رد اومده، بلو اومده، گرین اومده و بعدن میبینید که توی بعدن خواهید دید که الان بعدن تو ویدیو نشونتون میدم که فرق اصلی لیست ها با ست ها اینه که تو ست ترتیب مهم نیست، تو لیست ترتیب مهمه. فرق اصلی لیست با تاپل اینه که لیست تغییر پذیره ولی تاپل تغییر پذیر نیست. حالا میبینیم اینا رو. بذارین اول روی لیست تمرکز کنیم. پس لیست میتونه یه لیستی از عدد باشه یا لیستی از متن باشه. حالا کاری که ما میتونیم بکنیم، اولا میتونیم نمایش بدیم که بذارین اسم اینو عوض کنم، numbers. بیایم طول لیستمون رو نمایش بدیم. این نشون داد که لنگثش، طولش سه تا المان داره. اگه numbers هم نمایش بدیم 5 تا داره. پس این یه کاری که میتونیم بکنیم. میتونید مشخص کنید مشخصا کدوم المانش رو میخواید. colors المان 0 روم رده. بچه تو پایتون همیشه یادتون باشه از 0 شروع میشه، 0, 1, 2. پس اگه آخری رو بخواین میتونید بگید colors 2 green رو برامون آورد، آخری رو. یک کار دیگه هم میتونید بکنید، -1 بذارید. -1 هم آخری رو نمایش میده، -2 از آخر دومی رو نمایش میده. خب پس اینجوری میتونید به المان های لیست دسترسی پیدا کنید. همینجور تو نمبرز هم میتونید این کار رو بکنید و حتی میتونید یک رنجی مشخص کنید، بگید که از المان اول تا المان سوم. بچه تو این باز مشخص کردن تو پایتون یه چیزی که حواستون باشه، اولی مشخص میکنه که از این شروع کن و شامل خودشم باش، شامل خود هشتم باش، 0, 1, 2, 3. ولی این 3 دومی که مشخص میکنید میگه تا اینجا ولی شامل خودش نباش. یعنی اینجا تا اینجا میاد ولی شامل خود این نیست. ببینید الان تا 56 اومد ولی شامل خودش نبود. پس اینجا توی بازه مشخص کردن حواستون باشه، اولی شامل میشه، دومی شامل نمیشه. پس این هم یه روش انتخاب کردن اینم. حالا گفتیم که لیستا قابل تغییره، خب، و این مهمترین ویژگیشونه. چه کارهایی میتونیم با لیست بکنیم؟ مثلا ما میتونیم یک مورد به لیستمون اضافه کنیم با استفاده از دستور append. من میتونم یه رنگ به colors هم اضافه کنم، مثلا pink. ببینید الان پرینت کنم لیست رو، ببینید الان لیست جدید من pink هم بهش اضافه شد. پس با دستور append شما میتونید یک چیز دیگه به لیستتون اضافه کنید. برای اضافه کردن از دستور insert هم میتونید استفاده کنید، اما append همیشه میاد به آخر لیست اضافه میکنه. insert باید بهش یه ایندکس بدید که کجای لیست اینو وارد کنه. مثلا من میخوام بین red و blue وارد کنه، در نتیجه بهش میگم توی ایندکس 1 واردش کن pink رو. حالا اگه colors رو پرینت کنیم میبینید که اینجا اومد نه آخری. پس اینم یه روش اضافه کردن به لیست هست. یه روش سوم هم هست به نام extend. extend خوبیش چیه؟ بذاری ما همین فقط پینک رو بذارم. extend شما باید یه لیست بهش بدید. مثلا من colors 2 یه لیست جدید دارم که سفید و سیاه رو میخوام تو این لیست داشته باشم. الان من بیام لیست colors رو extend کنم با لیست colors 2، اومد این دوتا المان رو هم بهش اضافه کرد. خب یعنی شما به صورت لیست هم میتونید یه لیست رو به یه لیست دیگه اضافه کنید.
پس این هم روش خیلی خوبیه برای اینکه بتونید لیست ها رو تغییر بدید. برای اضافه کردن بود، برای پاک کردن شما مثلا بخواید یه المانی رو از یه لیست حذف کنید، مثلا all colors این باشه، چون من هم اینا رو اضافه کردم هم اینا شد همه رنگ ها. حالا من میخوام المان آخری all colors رو حذف کنم، all colors dot pop. pop میاد المان آخر اون لیست رو حذف میکنه. بریم لیست all colors رو پرینت کنیم، یه بارم بعد اینکه پاپ انجام شد پرینتش کنیم. آها، این اصلا نیازی نیست مساوی چیزی باشه، چون این روی خود اون اعمال میشه. ببینید، اولی ترکیب لیست یک و دو بود، کالرز یک و کالرز دو. دومی که پرینت کردیم بعد اینکه آخری پاک شد، پاپ یعنی آخری پس میکنه. خب پس این استفاده از دستور پاپه، و اگه شما اینو مساوی چیزی قرار بدید خروجی این رو، اون المانی که حذف کرده رو بهتون میده. ببینید الان من اینو اگه پرینت کنم، المانی که حذف کرده بلک رو حذف کرد. این استفاده از پاپه. یه کار دیگه ای هم که میتونید با لیست ها بکنید سورت کردنشونه. شما میتونید مثلا به ترتیب از کوچیک به بزرگ لیستتون رو مرتب کنید. بیاین حالا اینو رو عددی انجام بدیم، numbers.sort. حالا بیاییم numbers رو پرینت کنیم. اول numbersمون این بود، حالا اگه پرینتش کنیم ببینید به ترتیب کوچیک به بزرگ مرتب شدن. اگه بخواید برعکس از بزرگ به کوچیک مرتب بشن، میتونید از دستور ریورس استفاده کنید. خروجی اینو ببینید، درست انجام نداده، درسته؟ یعنی باید دو میرفت آخر. این اتفاق جالبه که اکثرا با استفاده از دستور ریورس میفته. این دستور برای این کاره، ولی همیشه درست عمل نمیکنه. برای همین یه کاری که میتونید بکنید اینه که بنویسید sort، توش بنویسید reverse true. حالا اگه اینو پرینت کنیم ببینید الان درست انجام داد. پس همیشه یادتون باشه اگه از ریورس تنها استفاده کردید ممکنه اشتباه اصلا تنظیم کنه ترتیبشون رو، پس از این روش بهتر استفاده کنید. حتی میتونید رنگ ها رو، یعنی لیستی که شامل متنه، شامل استرینگ، ترتیب بدید. اون وقت میاد بر اساس ترتیب حروف عرف و مرتبشون میکنه، از آخر به اول یا از اول به آخر. پس شما لیستی که شامل متن هست رو هم میتونید سورت کنید. این کارهایی که تا اینجا کردیم، عملیاتی که انجام میده روی لیست، روی خود لیست اعمال میشه. یعنی اون لیستتون دیگه تغییر میکنه از اینجا به بعد، حتی اگه بهش نگفته باشید. اما اگه بخواید لیستتون رو مثلا سورت کنید ولی نخواید لیست اولیتون ترتیبش تغییر پیدا کنه، فقط بخواید ببینید اگه حالت مرتب داشت به ترتیب داشت چه جوری بود، میتونید از دستور سورتد استفاده کنید، سورتد کالرز. اینجا دیگه تغییر رو تو خود کالرز نمیده. ببینید من سورتد کردم و کالرز رو پرینت کنم، همون اصلیه رو پرینت میکنه. اما اگه یه متغیر دیگه تعریف کنم، بگم کالرز سورتد، حالا کالرز سورتد رو پرینت کنم، میبینید که مرتب شدن. پس حواستون باشه توی متدها آیا رو خود اون اعمال میکنه یا باید سیوش کنیم توی پارامتر دیگه و بعد تغییرات رو ببینیم. اینم مهمه توی پایتون کلا. حالا بچه ها یه چیزی هم که تو لیستا مثلا یه چیزی که خیلی استفاده میشه اینه که شما بخواید یه لوپ تعریف کنید. حالا لوپ رو به طور کلی تو ویدیوهای بعدی من بیشتر توضیح میدم، اما بخواید یکی یکی المانهای لیست رو بخونید، من بخوام یکی یکی بهشون برسم، میتونید از این دستور استفاده کنید، for color in colors. این اسم لیستتونه، این هرچی میتونید بنویسید، print colors. اینجا دیگه همینو، اینی که اینجا نوشتید، تک تک المان ها رو میگیره و شما میتونید هر کاری با اون المان انجام بدید. مثلا من میگم برای یکی یکی المان های colors بیاد پرینتشون کن، این دفعه دیگه یکی یکی گرفت و پرینتشون کرد. وقتی میخواید یک عملیاتی روی تک تک المان هاش انجام بدید از این دستور استفاده میکنید. این یه دونه میاد جلوتر که نشون میده این عملیات داخل لوپ داره انجام میشه، یا میتونید ایناشو استرینگ میتونید بگید که print color count آر. مثلا توی هر کدوم از المان ها بشمر که چند تا آر داره، یا بذار ای جالب تر میشه فکر کنم. حالا مثلا المان اول یه دونه ای داره، دومی یه دونه، سومی دوتا ای داره. خب مثلا اینجوری میتونید یکی یکی المان ها رو بخونید و کاری روش انجام بدید. برای اینکه چک کنید ببینید یه المان توی لیستتون وجود داره یا نه، میتونید از این دستور استفاده کنید. مثلا من میخوام ببینم رنگ پینک توی لیستم هست یا نه، مینویسید پینک این colors این، یا بهتون میگه true یا false.
الان گفت فالس، یعنی وجود نداره این رنگ توی لیست من. اما مثلا گرین رو اگه بگم آیا گرین توی کالرز وجود داره، میگه ترو، یعنی وجود داره. پس اینم یه روشیه که میتونید چک کنید ببینید یه المان لیستتون وجود داره یا نه. همینطور میتونید ببینید مثلا عدد 23 توی لیست نمبرزتون وجود داره یا نه، میگه ترو، یعنی وجود داره. اینم به دردتون میخوره. حالا یه راه دیگه برای دسترسی به تک تک آیتم های داخل لیست، در صورت که شما بخواین ایندکسشون هم در نظر بگیرید، یعنی بگید که الان آیتم چندمی، آیتم رد سفرومیه، بلو یکمیه. خب یه روش دیگه ببینید که به چشتون بخوره، چون لوپ ها رو بعداً صحبت میکنیم، خیلی استرس نگیرید که این چیه. از دستور انومریت استفاده میکنیم. فعلا فقط ببینید که چه قابلیت هایی داره، مثلا از لیست چه استفاده میشه کرد، پس ذهنتون باشه، کم کم که پیش میرین تو پروژه میفهمین چجوری ازش استفاده کنیم. پس از دستور انومریت استفاده میکنیم. دو تا اینجا چیز باید مشخص کنیم، هم ایندکسش رو میده هم خود چیزو میده. یعنی من الان پرینت کنم که هم ایندکسش رو پرینت کن هم رنگش رو پرینت کن، همون آیتم رو پرینت کن. میبینید که مینویسه ایندکس 0 رد، ایندکس 1 بلو. خب پس میتونید هم به ایندکسشون هم به مقدارشون دسترسی پیدا کنید. حالا یه فانکشنالیتی دیگه یا یه قابلیت دیگه که میتونید با لیست ازش استفاده کنید، برای استرینگ ها خیلی به درد میخوره. شما یه لیست رنگ دارید، مثلا یه لیست از استرینگ دارید، میخواید همه اینا رو کنار هم بچینید و یه استرینگ کامل درست کنید، میتونید از دستور دات جوین استفاده کنید. جوین یعنی پیوستن، بیا اینا رو به هم بپیوندون، المان هایی که توی کالرز هست. بعد باید مشخص کنید که بین هر کدوم از المان ها چی بذاره. اگه من بذارم که بین هر کدوم از المان ها یه نقطه بذار، اگه اجرا کنم، میبینید همه اینا رو کنار هم گذاشت، بینشون نقطه گذاشت. حالا میتونید ویرگول فاصله بذارید، هر چیزی بذارید بین المان های مختلف اونو میذاره و به یک استرینگ یک دست تبدیل میکنه. برعکس این کارم میتونید بکنید، یعنی اگه اینو داشته باشم، مسیجم این باشه، میتونم بگم که مسیج رو جدا کن یا اسپلیت کن جاهایی که ویرگول فاصله داره. بعد این یه لیست بهتون خروجی میده. ببینید یه لیست بهتون خروجی داد که اینا رو جدا کرد با جدا کننده ویرگول فاصله. خب اینا چیزایی که میتونید ازش استفاده کنید. حالا با لیستا الان کامل آشنا شدیم. دیدید که تو لیستا خیلی میشه تغییرات داد، المان اضافه کرد، آیتم حذف کرد، اضافه کرد و به همین ترتیب. چیز بعدی که میخوام در موردش صحبت کنیم تاپل ها هستن. تاپل مشابه لیسته، فقط فرق اساسیش که خیلی هم مهمه اینه که تغییر پذیر نیست. یعنی شما اگه بیاید یه دونه تاپل تعریف کنید، اینجوری میسم colors top، به جای این برکت شما دیگه پارانتز میذارید برای تعریف تاپل، این یک تاپله. خب ببینید من تایپ اینو پرینت کنم، تایپ colors، نوشت که تایپش تاپله و این دیگه المان‌هاش برای ما قابل تغییر نیست. مثلا من میتونم بگم کالرز یکم رو که همون المان بلو هست مساوی قرار بده با آبی، فارسیش کردم، بعد بیام کالرز رو پرینت کنم، ببینید المان دومش واقعا عوض شد، آبی شد. اما بیام همین کار رو با تاپل انجام بدم، ببینید کالرز تاپ تاپل یکمی رو آبی قرار بده، یعنی این المان تاپل رو آبی قرار بده، ارور میده، میگه که تغییر نمیتونیم بنچوش. این اصطلاح بچه به گوشتون بخوره، lists are mutable، mutable یعنی قابل تغییرن، تاپل ها immutable. پس این فرق اصلی لیست ها و تاپل ها هم. جاهایی که خب مثلا براتون مهمه یه لیستی درست کنید که قابل تغییر نباشه، خب این به دردتون میخوره، چون قابل تغییر نیست اونقدر این همه کارهایی که با لیستا کردیم دیگه برای این نداریم انجام بدیم. تنها کاری که مثلا میتونید بکنید اینه که مثلا شما میتونید لنگثش رو ببینید، چند تا المان داره توش، 5 تا داره و دیگه خیلی کار زیادی نمیتونید توش بکنید. یه دستوری هم که میتونید استفاده کنید ببینید چه کارهایی میتونید باش انجام بدید، دی آی آر رو مینویسید، این بهتون نشون میده از چه دستورهایی براش میتونید استفاده کنید. ببینید فقط یه دونه کاونت میتونید استفاده کنید و ایندکس، میتونید کاونت بکنید چند تا بلو توش هست،
ببخشید اینو باید اینجا بنویسیم. دات کانت. خب بهمون گفت یه دونه بلو هست. کانت رو میتونید، ایندکس هم میتونید استفاده کنید که میگه ایندکس بلو 1. پس این تاپل ها رو بشناسید، با پرانتز تعریف میشن و قابل تغییر نیستن. چیز بعدی که روش کار میکنیم، یعنی توضیح میدم، ست ها هستن. بچه ها ست ها هم به اندازه لیست ها کاربرد زیادی ندارن و اینا فرق اصلیش با لیست ها اینه که با آکولات تعریف میشن. حالا بعداً میبینید که دیکشنری ها با آکولات تعریف میشن و یه قاطی نکنید. اینجا دقیق نگاه کنید. بعداً در مورد دیکشنری هم توضیح میدم. این یک سته. دو تا استفاده از ست میتونید بکنید. دو تا خاصیت داره. تو ست ترتیب مهم نیست. یعنی من این ستی که تعریف کردم دیگه براش مهم نیست. رد ایندکس 1، بلو ایندکس 2. خب این اصلا براش مهم نیست، ولی یه ویژگی مهمی که ست داره، آیتم های تکراری رو حذف میکنه. فکر کنید من یه لیست داشته باشم. بیاین دفعه با عدد مثال بزنیم. یک لیست دارم، این لیسته. بعد چند تا از عددا توش تکراری باشه. 8 اینجا تکرار شده باشه، 8 اینجا تکرار شده باشه، 23 تکرار شده باشه، 44، 4. الان پرینت کنید لنگث نامبرز، میبینید که 10 تا عضو داره، ولی میخواید ببینید عضوهای غیر تکراریش چیان. اون وقت مینویسید ست نامبرز، یعنی نامبرز رو به ست تبدیل کن. بعد اول بیاین خودش رو پرینت کنیم. وقتی به ست تبدیل میکنه دیگه 6 تا عضو غیر تکراری داریم. فقط این عضوهای غیر تکراری رو آورد. این یک ست از لیست نامبرز هست که فقط عضوهای غیر تکراری رو تو خودش نگه داشت. حالا گاهی وقتا بعدا میبینید که براتون استفاده داره. استفاده اصلیش اینه که وقتی میخواید المانهای یونیک و غیر تکراریش رو ببینید چی داره لیستتون، گاهی برای پیدا کردن یک المان توی ستتون بهینه تر استفاده از ست. یعنی شما اگه بگید پرینت ببینید که آیا 4 توی تمیز شد. خب میخوایم ببینیم آیا 4 توی این ستمون قرار داره یا نه. نوشت true، قرار داره. میتونستید توی numbers هم بگردید. اینجا تعداد این باز همون جوابو میده. اما بعدن میبینید که ست ها بهینه ترن. حالا اینجا شما لیستتون 10-12 تا آیتم بیشتر نداره، ولی بعدن حالا دیتا های زیاد که کار کنید، یه همین 10,000 تا آیتم داره، 20,000 تا آیتم داره، ست ها بهینه تر عمل میکنن. اینم حالا تو نظر داشته باشید. یه استفاده دیگه که برای ست ها میتونین بکنید، توی ریاضی اجتماع اشتراک یادتونه؟ مثلا چند تا ست داشتیم، میخواستیم اجتماع اشتراکشون رو نشون بدیم. این الان سایت فرادرسیه، همچون سایت آوردم که با عکسش نشونتون بدم. ببینید چند تا ست مختلف دارید. ست تنیس اینا توش بازی میکنن، ست فوتبال اینا توش بازی میکنن. حالا بخواین اجتماع بگیرید همه کسایی که هم توی فوتبال بازی کردن هم تنیس با این علامت بود، اشتراک بخواید بگیرید کسایی که تو هر دوتاش بازی میکنن با این علامت بود، تفاضل بخواید بگیرید اونایی که مشترک نیستن رو حذف میکنید، و اینجور عملیات ها با ست ها میتونید انجام بدید. عملیات مجموعه ها به قول معروف. ببینید اینجا یه جور مجموعه اعداد هستن. برای انجام دادن اونها مثلا من دوتا ست تعریف میکنم. کالر ست 1، سیاه رو از این حذف کنم. یه دونم تعریف میکنم کالر ست 2، تو اینم قرمز رو حذف میکنم. الان این دوتا ست یه اشتراکایی با هم دارن، یه تفاوتایی با هم دارن. ما با استفاده از این دستورا میتونیم تفاوت‌ها و اجتماع و اشتراک بگیریم. برای اجتماع گرفتن میگیم که color set 1، اجتماع گرفتن میشه union با color set 2. بیا اینو پرینت کن. ببینید اجتماع گرفت. بخش اینجا بزنیم بلک هم بذاریم که یه فرقی با هم داشته باشن. الان اجتماع گرفت، همه رنگا رو دیگه شامله، بلو، بلک، رد، وایت، گرین. ولی دقت کردین اصلا ترتیب مهم نیست. یهو بلو پرید وسط، رد پرید، چون این توی ست ها اصلا ترتیب مهم نیست. این برای اجتماع گرفتنه. برای اشتراک گرفتن از دستور intersections استفاده میکنید. intersection این میاد اشتراک دوتا ست رو میگیره که رنگ های بلو، گرین، وایت اشتراک دارن هر دوش. یکی هم دیفرنسه،
شما اختلاف اینا تو کدوم هست؟ چرا فقط ردو نشون داد بلک رو نشون نداد؟ چون ما گفتیم که کدوم آیتم ها رو ست یک داره که ست دو نداره، اون رده. اگه جای این دوتا رو عوض کنیم، حالا کدوم آیتم ها هستن که ست دو داره ست یک نداره، میاد بلک رو نمایش میده. پس این ترتیب توی دیفرنس مهمه. این هم کاره که با ست ها میتونید انجام بدید. بعضی وقتا لازم میشه اول کدتون تعریف کنید که من میخوام لیست خالی میخوام تعریف کنم، نامز لیست. لیست خالی وقتی میخواید تعریف کنید میتونید اینجوری تعریف کنید یا میتونید اینجوری تعریف کنید لیست. خب پس این لیست خالی وقتی اصلا میخواید تعریف کنید بعد با یه لوپی پرش کنید. اگه بخواید تاپل خالی تعریف کنید میتونید بگید که حالا اسم وریبلتون نامز تاپ باشه با پارانتز و همین، فقط اینجا می‌نویسید تاپل باشه. یعنی از یکی از این دوتا روش میتونید استفاده کنید. اما برای تعریف ست خب دیگه نمیتونید از این استفاده کنید. چرا؟ چون این بهتون یه دیکشنری میده. حالا توی ویدیوی بعد میبینید که دیکشنری ها چیه، ولی اگه آشنایی دارید میدونید که اینجوری دیگه نمیتونید ست رو تعریف کنید. میتونید اینجوری تعریف کنید. ست، این براتون میشه یک ست. خب دیگه فکر می‌کنم کامل آشنا شدید با لیست ها، تاپل ها و ست ها. اگه اطلاعات زیاد بود فعلا براتون، اصلا نگران نباشید. فعلا توی این مرحله فقط بذارید به گوشتون بخوره، بفهمید که چی به چیه. بعدن حین کد نویسیه که اینا جا میفتن و آشنا میشید که چجوری ازشون استفاده کنید. خب پس اینم از ویدیوی لیست ها، تاپل ها و ست ها، و تو ویدیوی بعدی میریم که دیکشنری ها رو یاد بگیریم. تو این ویدیو میخوایم در مورد دیکشنری ها تو پایتون صحبت کنیم. من دیکشنری ها خیلی دوست دارم، برای اینکه خیلی دستتون بازه و خیلی جاها به دردتون میخوره. با یه مثال خیلی جالبم میخوام باش کار کنیم. ببینید دیکشنری ها ساختارشون دقیقا اینه. دیکشنریه، شما انگار مثلا یه لغتی دارید، میخواید برید نگاه کنید ببینید معنیش چیه یا مقدارش چیه. به اون لغتی که میخواید نگاه کنید کی یا کلید گفته میشه، به اون مقداریش که معنیش رو نگاه میکنید ولیو گفته میشه. مثلا من میگم که کار یه ماشین به خصوص رو میخوام تعریف کنم، با آکولاد تعریف میشه. میگم که این ماشین من برندش فورد، مدلش مستانگ، سال ساختش year 1965 و رنگ هایی که موجود ازش هست برابر رد بلو. بخشه این باید دو نقطه باشه. الان من اول مثال زدم که ببینید که ساختار یک دیکشنری چطوره. ساختار دیکشنری زوج های کلید و مقدار، کی ولیو، که با ویرگول از هم جدا شدن. یه زوج دیگه با ویرگول جدا شدن، یه زوج دیگه. اینجوری دیکشنری رو تعریف میکنید. به این مقدار اول کی گفته میشه، به مقداری که بعد این دو نقطه میاد ولیو گفته میشه. الان شما میبینید که هر فرمتی هم میتونید بدید. یعنی توی ولیو ها، اینجا ولیو حالت استرینگ داره، اینجا ولیو حالت اینتیجر داره، اینجا ولیو حالت لیست داره. واسه همین دستتون توی دیکشنری ها خیلی بازه. الان این مدلی که این دیکشنری به اسم کار من تعریف کردم، میتونم خیلی راحت بیام یکی از المان‌هاشو فراخونی کنم. بگم که برند ماشینمون چیه؟ خب شما فقط می‌نویسید برند ماشین من چیه؟ اینو برای من پرینت کن. نوشت فورد، یعنی مقدار برند رو اومد برداشت و نوشت فورد. حالا میخوام بدونم مدلش چیه؟ مدلش بهمون گفت موستانگه. سالش چیه؟ 1965. خب پس شما از این طریق میتونید به کیهای مختلف دیکشنریتون دسترسی پیدا کنید. حالا اگه من یک کی بگم که توی این وجود نداشته باشه، خب مثلا من بخوام سیتی، یعنی شهری که این ماشین توشه کجاست، ولی ما اینجا تعریف نکردیم توی کیها، اصلا سیتی نداریم، ایرور میده بهمون. یک متد دیگه هست که شما میتونید چک کنید ببینید که آیا این کی رو داره توش. اگه نداره دیگه ایرور نده، چون گاهی مثلا شما یه برنامه خیلی طولانی مینویسید، اون وسط کدتون چک میکنه و اگه ایرور بده دیگه کلا پروسه‌تون مختل میشه. میتونه بدون اینکه
کارا رو خراب کنه و ارور بده، فقط خیلی آروم بگه که نداریم اینا. برای این کار از متد گت استفاده میکنید. الان من اگه اینو ران کنم، همچنان ما اینو نداریم، ولی اگه ران کنم فقط میگه نان، ارور نمیده، فقط میگه این اصلا اینو نداریم. حالا شما میتونید این نان رو تغییر بدید که بهش بگید که اگه این کی رو توی دیکشنری ما نداشت، این دستور مشخص و یا این متن مشخص رو بگو ندارم. اگه این کی رو توی دیکشنری پیدا نکرد بگو ندارم. ببینید نوشت ندارم. اگه من الان برند رو ازش بخوام دیگه نمی نویسه ندارم، چون داره، خود برند رو می نویسه. اگه نداشته باشه می نویسه ندارم، یا هر متنی می توانید اینجا بذاری. حالا برای اینکه بتونید مقادیر رو تغییر بدید یا مقادیر اضافه کنید، می توانید خیلی راحت اصلا یه ماشین دیگه می خواهید تعریف کنید، بگید که برندشو، نه همین ماشینه ولی مدلش یه مدل پایین تره، یعنی مثلا یرشو تغییر بده به 1964. الان ما بیایم کلن کار رو پرینت کنیم، میبینید که این اطلاعات آپدیت شده رو نوشت. خب پس ما تونستیم این اطلاعاتش رو عوض کنیم. حتی میتونیم یک کی جدید بهش اضافه کنیم، مثلا اون کی شهر که توش نبود، سیتی، میتونیم بهش اضافه کنیم تهران، و اینجا این اضافه شد. اینجوری میتونید تغییرات بدید. میتونید یکی یکی، الان من کلا بخوام این ماشین رو یه مدل دیگه نمایش بدم، بعد یکی یکی برند رو عوض کنم. ببینید بعد یکی یکی بنویسم، حالا برندش یه چیز دیگه باشه، میخوام یه ماشین جذاب دیگه بیارم، برندش شفرولت باشه. میخوام ماشین رو کلا عوض کنیم، برندش شفرولت باشه، مدلش کوربت باشه، سال ساختش 1963، بازم شهر تهران باشه، رنگاش هم میتونیم عوض کنیم میتونیم نکنیم، ولی اینا رو میخوایم عوض کنیم که کلن یه ماشین جدید بشه. حالا اگه ما ماشین رو پرینت کنیم، یه بار قبل آپدیت پرینت کنیم، یه بار بعد آپدیت، این قبل آپدیت اینجوری بود، فورد موستانگ 1965 بود، الان شد شورلت کوربت 1963، یه دونه شهر هم مشخص شد. الان پس من میتونم این تغییرات رو بدم. یه حالت دیگه هم هست، میتونم کلن همه اینها رو توی یه خط انجام بدم. چجوری؟ با دستور دات اپدیت. اینجا دیگه من میگم که برند شورلت باشه، دل عوض کن به کوربت، بر فرض اینکه اینا رو دیگه نمیخوایم از این روش تغییر بدیم. سال لو بکن 63، یه دونم سیتی تهران اضافه کن. الان باز من همین کار رو بکنم و با استفاده از دستور آپدیت توی خط همین تغییرات بدم، باز شما میبینید همون تغییرات اعمال شد. پس اینم یه روش تغییر دادن دیکشنریه. حالا اگه بخواین یه آیتمی رو دیلیت کنید از توی دیکشنریتون، مثلا من میتونم کلن رنگ ها رو دیلیت کنم، میتونم بگم که دیلیت کن کار اون کی که میخوام، مثلا کی مدل رو پاک کن. خب حالا اگه کار رو پرینت کنم، ببینید همه رو داره، فقط اون مدل رو دیگه نداره. این یه روش پاک کردن. یه روش پاک کردنم استفاده از همون پاپه، ولی اینجا دیگه باید مشخص کنید کدومو میخواید پاک کنید. مثلا برند رو این دفعه پاک کنیم، اینجا اینو نباید بذاریم. خب این باز خروجی میده که چیو پاک کرد، و اگه دیکشنریتون رو پرینت کنید دیگه برند رو پاک کرد. پس این دو روش پاک کردن توی دیکشنریه. توی دیکشنری از لنگث هم میتونید استفاده کنید. ببینید که چند تا، این البته نشونتون میده چند تا زوج کی ولیو داره. اینجا 4 تا زوج کی ولیو داریم. میتونید مشخصا نشون بدید که چه کی هایی داره. الان کی هایی که دارید برند مدل ولیو هاشو ننوشته، فقط نوشته چه کی هایی دارید، year colors. میتونید ولیو هاتون هم بنویسید، فقط ولیو هاتون رو نمایش میده. فورد موستانگ 1965 رد و بلو داره. یا میتونید زوج ها رو با هم نمایش بدید، آیتمز.
ببینید زوج ها رو با هم آورد. این هم یه روش نمایش دادنه. یا میتونید یکی یکی لوپ برید ازشون، بگید که for keys in car dot keys، این آت مفرد print key. ببینید یکی یکی کی ها رو پرینت کرد، میتونید یه تغییراتی هم توش بدید و یه کار دیگه روش انجام بدید و میتونید جدا کنید کی و ولیو ها رو. معمولا این خیلی کاربرد داره تو دیکشنری، یا بگید کی ولیو این کار آیتمز پرینت کی. میتونید یه چیزایی هم اینجا بنویسید که فاصله بیفته بینشون. ببینید دیگه اینجوری براتون نمایش دادم. پس این کاراییه که میتونید روی دیکشنری انجام بدید. واقعا خیلی کاربردهای خوبی دارن. باید انقدر کد بنویسید که به ذهنتون برسه کجا ازش استفاده کنید، چه استفاده ازش بکنید و قطعا کم کم دیگه دستتون را میفته. توی این ویدیو میخوام در مورد شرط ها یا کاندیشن ها تو پایتون صحبت کنم. به طور کلی برای اینکه بتونیم یک شرطی رو تعیین کنیم از if استفاده میکنیم، ولی ببینیم که چطوری میتونیم ازش استفاده کنیم. اولا ببینیم که چه استفاده برامون داره. ما یه جاهایی میخوایم بگیم که اگه فلان پارامتر اینقدر بود این کار رو انجام بده، اگه اینقدر بود یه کار دیگه انجام بده، یا یه ترشول تعیین کنیم، آستانه تعیین کنیم، اگه بیشتر از این بود برو پایین، اگه کمتر از این بود برو بالا. خب خیلی مثالای قشنگی زدم ولی الان توضیح میدم متوجه میشین. ببینید در حالت کلی ساده ترین شرطی که میتونیم بذاریم اینه که بگیم که true or false بودنشو بررسی کن. یه نوع پارامتری داریم که میتونه یا درست باشه یا غلط باشه. مثلا پارامتر ما اسمش کاندیشن باشه. کاندیشن همون یعنی شرط. اگه این true باشه میگیم که if condition is true print درسته. خب الان اگه اینو پرینت کنیم درسته رو تایپ میکنه چون این true بود. اما این دوتا حالت میگیره، یا true میگیره یا false میگیره. که false باشه دیگه اونو پرینت نمیکنه برای اینکه این کاندیشنمون درست نیست. پس در حالت کلی یک المان بولین میتونه دوتا حالت داشته باشه، true یا false. الان ما میخوایم یه شرطی بذاریم، بگیم که ما یه پارامتری داریم مقدارش 20، ولی این تو پس زمینه است، ما نمیدونیم این واقعا مقدارش 20 یا نه. میایم میگیم که چک کن ببین پارامتر ما مساوی 20 هست. ببینید دو تا مساوی گذاشتم و وقتی یه مساوی میذارید این مقدار رو نسبت میده به این پارامتر، وقتی دو تا مساوی میذارید این مقدار رو مقایسه میکنه با این. اینو تو قسمت پارامترهای عددی متغیرهای عددی تو ویدیوش بیشتر توضیح دادیم، اگه براتون آشنا نیست برید اون ویدیو رو ببینید. میگیم که اگه x مساوی 20 پرینت کن که درسته. میبینید که پرینت کرد چون x مساوی 20 بود. حالا ما میتونیم بگیم که اما اگه مساوی 20 نبود یه کار دیگه بکن. این اما اگه مساوی 20 نبود، اما اگه میشه else. اما اگه این نبود پرینت کن غلطه. خب الان من بگم آیا x مساوی 30؟ میگه غلطه. خب پس شرط اینجا میتونی شرط بذارید که اگه درست بود این کار رو انجام بده. حالا پرینت یه کار ساده ایه، میتونید کلی کار رو اینجا انجام بدید. اگه غلط بود یه کار دیگه انجام بده. بیاین متغیرهای دیگر هم بررسی کنیم. مثلا من یه متغیر دارم name اسم خودم language پایتون. یه دونم پارامتر تعریف میکنم آنلاین، این مقدار true یا false میگیره. ببینید من فرض کنید میخوام سرچ کنم توی کورس هایی که تو یوتیوب هست، کورسی که مریم درس داده و پایتونه و آنلاینه. میام شرط ها رو مینویسم، میگم که اگه نیمش مریم بود. خب ببین درسته چون نیم مریم بود، ولی من میخوام همه این شرط ها رو اعمال کنم. تو این حالت من میتونم از and و or استفاده کنم. یعنی اگه اسمش مریم بود and لنگویجش جاوا بود، مثلا میخوام جاوا یاد بگیرم، اینجا میگه غلطه چون این میگیم که هم اسمش مریم باشه هم زبان برنامه نویسیش جاوا باشه. پس این میگه غلطه، این کانال با این شرایط نداریم، این نیست. ولی اگه اینو بنویسید که هم اسمش مریم باشه هم لنگویجش پایتون باشه دیگه مینویسه درسته چون هر دو تا شرطی که گذاشتیم برای ما اعمال شده. حتی یه شرط دیگه هم میتونیم بذاریم، بگیم که و آنلاین باشه.
دیگه آنلاین و مقدار لازم نیست براش بذارید، چون خودش هویتش ترو یا فولسه و ما ترو براش تعریف کردیم و چون تروه باز درست میاره. اما اگه اینو فولس کنم، اگه یه زمانی کورسای من آفلاین شد، این ولیو میشه فولس، اون وقت دیگه این میره غلطه، چون این شرط اول و شرط دوم درسته، شرط سوم فالسه و میره توی حالت غلط. پس شما میتونید با اند یا اور شرطهای مختلف بذارید. اورم بررسی کنیم. اینجا بنویسم جاوا، اگه اند باشه میگه غلطه، چون هر دوتا شرط برقرار نیست. شرط نیم برقراره ولی شرط لنگویج برقرار نیست. ولی اینجا اگه اور بذارید، این میگه که اگه اسمش مریم بود یا زبانش جوا بود، یعنی یکی از این شرط ها برآورده بشه کافیه. اون وقت میگه درسته، چون یکی از این شرط ها که همون اسم مریمه برآورده شد. پس شما با اند و اور میتونید شرط های پیچیده تری بذارید، یا میتونیم برای پارامتر ایکسمون بگیم که اگه ایکس مساوی 20 بود درسته، اگه x بزرگتر از 20 بود که نیست، چون غلطه، x بزرگتر از 20 نیست. پس با بزرگتر مساوی هم میتونید اینا رو بذارید. ببینید عملیات هایی که شما ازشون میتونید استفاده کنید، دوتا مساوی برابره، علامت تعجب مساوی نابرابری رو چک میکنید، این که بزرگتره این کوچیکتره، این بزرگتر مساوی این کوچیکتر مساویه. این ایز هم خیلی جالبه، با ایز هم میتونید کاندیشن بنویسید، ولی فرقش رو با این مساوی بهتون میگم، چون ایز هم بعضی فهم کنن که اینم اینه که آیا برابرن یا نه، اما یه فرق ریزی دارن که بهتون میگم. اما قبلش بذارید یه چیزی رو نشونتون بدم. من یه مقدار دارم، مقدارم 23، ولی نمیدونم این مقدار چیه. میگم که اگه x کوچیکتر از 20 بود 237، اگه x کوچیکتر از 200 بود بنویس increase، یعنی افزایش بده. حالا من میخوام چند تا شرط بذارم، نه اینکه فقط یه شرط بذارم اگه شد این اگه نشد این، میخوام چند تا شرط بذارم. بگیم که L if اگه x بین 200 و 250 بود print it's okay. ببین اینجا همون جایی شد که سمیکولون مشکل ایجاد کرد. یا من میتونم دابل کوت بذارم یا میتونم با یه بک اسلش اینو رد کنم. حالا در غیر این صورت، که در غیر این صورت میشه وقتی بزرگتر از 250 باشه، ولی دیگه لازم نیست بنویسیم، چون اگه کوچیکتر از 200 نباشه، بین 200 تا 250 نباشه، یعنی بزرگتر از 250 دیگه. دیگه مینویسیم else، اینجا l if نوشتیم، اینجا else نوشتیم، بگیم که decrease یعنی کمش کن. خب حالا ببینیم وقتی مقدارمون 237 کدوم یکی از این شرط ها برآورده میشه. اصولا 237 بین 200 تا 250، پس این شرط برآورده شد و کاری رو انجام داد که بعد الیف بود، نوشید سوکه. حالا این اگه 337 باشه، این شرط آخری برآورده شد و دیکریز نوشت. پس اینجوری میتونیم چند شرط رو با هم اعمال کنیم. if هست و else هست، دیگه این وسط هر چند تا الیف بخوایم میتونید بذارید. میتونم مثلا چند تا شرط بذارم، اینجا بذاریم بین 250 تا 350 اگه باشه یه شرط دیگه بذار و همینطور. مثلا اینجا میتونید بذارید اگه بزرگتر مساوی بود، ببخشید این بعدشه. پس اینم از شرط‌های مقایسه‌ای. حالا این مسئله‌ای که من بهتون گفتم، آیا ایز همون دوتا مساویه یا نه؟ ببینیم مثلا میام میگم که دبلیو مساویه ایکس. الان اگه شما دبلیو رو پرینت کنید 337 طبیعتاً، چون ما اینا رو مساوی هم قرار دادیم. حالا اگه پرینت کنید آیا W مساوی X هست، میگه True، چون اینا با هم برابرن، هم W 337 هم X 337. اگه بگید آیا W is X، آیا W هست X، بازم میگه True، چون ما W رو مساوی X قرار دادیم، هویت اینا یکیه. حالا فرقش کجا معلوم میشه؟ فرقش اینجا معلوم میشه که من اگه W رو جداگونه تعریف کنم، جداگونه تعریف کردم ولی مقدارشون برابره. حالا اگه بگم آیا W برابر X، میگه درسته True، چون مقدارشون برابره. اما اگه بگم آیا W is X، میگه False. چرا؟ برای اینکه
علامت مساوی مقدارشون رو با هم مقایسه میکنه که ببینه آیا اینا مقدارشون با هم مساویه، اما شرط ایز میاد هویت اینا رو با هم مقایسه میکنه. ایکس و وای مقدارشون یکیه ولی دو تا جای مختلف توی حافظه اشغال کردن. برای همین جایی که اینا تو حافظه اشغال کردن یکی نیست، پس اینا با هم یکی نیستن. مثل اینکه دو نفر ممکن اسم هر دوشون مریم باشه ولی دو تا آدم یکسان که نیستن، دو تا جایگاه مختلف دارن، دو تا آدم مختلفن. و اینم همینه، اینا هویت‌هاشون یکی نیست. اینو از کجا میفهمید؟ اگه بگید که آیدی W چیه، این عدده، آیدی X چیه، این دوتا آیدیشون یکی نیست، هویتشون یکی نیست. پس اینجا فرق ایز و دوتا مساوی با هم مشخص میشه که مساوی مقدارشون رو بررسی میکنه، ایز هویتشون رو بررسی میکنه. این هم یه چیزیه که توی شرط ها حواستون باشه با هم قاطی نکنید. حالا یه چند تا نکته پیشرفته تر بهتون بگم. مثلا من یه کاندیشن دارم، اینو اول ویدیو دیدیم که اگه کاندیشن برقرار باشه، اگه ترو باشه پرینت کن درسته، ایلس پرینت کن غلطه. خب این که دیگه ما میدونیم اگه کاندیشن ترو باشه قطعا این شرط اول برقرار میشه و پرینت میکنه درسته. پس این تو حالت ترو یا فولس ما میدونیم کدوم شرایطو برقرار میکنه، اما یک چیزای دیگه هست که اونها هم باعث میشن که شما نتیجتون فولس بشه. یعنی فولس ما میدونیم که شرط دومو میده. حالا اگه این نان باشه، یه چیز وجود خارجی نداره، نان میده، باز هم غلط حسابش میکنه. اگه مقدار عددی صفر بدید باز هم اینو غلط حساب میکنه، یه جور معادل فالسه. ولی اصلا مقدار عددی هر چیزی به غیر از صفر بدید درسته در میاد. این از مقادیر عددی حواستون باشه. اگه یه لیست خالی بهش بدید بازم اینو غلط در نظر میگیره. حالا لیستتون یه المان هم داشته باشه درست در نظر میگیره. برای لیست، برای تاپل خالی باشه یا دیکشنری خالی باشه غلط در نظر میگیره. تاپل خالی باشه غلط در نظر میگیره. حالا تاپلتون یه آیتم اگه داشته باشه درست در نظر میگیره. پس اینا رو هم در نظر داشته باشید. اینها معادل های فالس هستن، یعنی فالس باشه، نان باشه، زیرو باشه، صفر باشه، یا لیست خالی، استرینگ خالی، تاپل خالی یا دیکشنری خالی باشه. پس این هم برای شرط ها که شما میتونید چطوری شرط بذارید و یه چیزی رو اعمال کنید. حالا آخر ویدیو یه چیز ترکیبی بزنیم. من میگم که if name مساوی مریم print سلام، else print هیچی. چرا نیم و مساوی مریم نشناخت؟ چون کیس سنسیتیو، این با حرف بزرگ شروع شده، این با حرف کوچیک شروع شده، پس این دوتا رو برابر نمیدونه، این دوتا مریم رو برابر نمیدونه. میتونیم بگیم پارامتر نیم رو بیا لوور کیس بکن، اینو توی استرینگ ها بررسی کردیم، لوورش بکن بعد مقایسش کن با مریم. اگه نیم لوور بشه و بعد با مریم مقایسه بشه اون وقت دیگه درست میشه، دقیقا برابر این میشه و اون وقت شرطمون برقرار میشه و اون کاری که با برقرار شدن شرط اول به وجود اومد و انجام میده. پس این هم یک کاری بود که دوست داشتم انجام بدیم. فکر میکنم تا همینجا با شرطها آشنا شده باشید و بدونید چجوری ازش استفاده کنید. یه بار دیگه میگم توی اینجور ویدیوها شما فقط نگاه کنید، یه کلیتی دستتون بیاد که چطوری میتونید از اینها استفاده کنید. اصلا نگران نباشید که الان من کامل یاد نگرفتم، فقط این قسمت‌ها برای اینه که شما یه کلیتی دستتون بیاد که این چه کاری از دستش برمیاد. نهایتاً 5-6 ویدیو بعد که مفاهیم و همه رو توضیح دادم میریم پروژه کار میکنیم، حین پروژه تازه شما دستتون میاد که چی کار باید بکنید. خب پس الان اصلا نگران نباشید. خب بیایید با چیزایی که تا اینجا یاد گرفتیم یه پروژه خیلی کوچیک انجام بدیم. میخوایم که با استفاده از پایتون و دستورات که تا اینجا یاد گرفتیم یه ماشین حساب ساده بسازیم. ببینید ماشین حسابمون اینجوری کار میکنه که از کاربر یه عدد میگیریم، بهش میگیم یه عدد بده، بعد بهش میگیم که عدد دومو بده و بعد بهش میگیم که چه عملیاتی بین اینا میخوای انجام بدی و اون عملیاتو براش انجام میدیم و جوابو براش پرینت میکنیم. روشی که ما میتونیم از کاربر ورودی بگیریم دستور اینپوت هستش.
و داخل این می نویسیم اون پیغامی که نمایش داده بشه به کاربر. حالا من فینگلیش می نویسم. یک عدد وارد کن، یا بگیم که عدد اول رو وارد کن. عدد اول رو وارد کن و چیزی که کاربر وارد میکنه رو من میگم بذاره توی یه متغیری به نام نام 1 یا نام 1. بذاری من اینو فعلا نمایش بدم. اینو ران کردم. اینجا نوشت عدد اول رو وارد کن. حالا من اگه یک عددی مثلا 12 بدم و اینتر رو بزنم، این 12 میره داخل نام 1. حالا بهش میگم که عدد دوم هم به همین ترتیب، عدد دوم رو هم ازش میگیریم. این دفعه میگیم عدد دوم رو وارد کن و عملیات رو هم ازش میگیریم. بهش میگیم که چه عملیاتی میخواد انجام بده، جمع، تفریق، ضرب، عملیات رو وارد کن. بذار این چیزایی که وارد کرده رو پشت سر هم بنویسیم ببینیم درست کار میکنه تا اینجا. خب اینو ران کنیم ببینیم. من اینو ران کردم. اول بهمون میگه عدد اول رو وارد کن. مثلا 12 اینتر رو میزنم. عدد دوم رو وارد کن. مینویسم 23 و بهم میگه عملیات رو وارد کن. حالا من میگم جمع. بعد اومد همه اینا رو گرفت گذاشت توی این متغیرها و پرینتشون کرد. پس تا اینجا درست کار میکنه. فقط یه نکته که دقت کنید، این وقتی ورودی میگیره اینو به عنوان یک استرینگ یا متغیر متنی میشناسه. برای اینکه من بتونم استرینگ، چون ما اینجا عدد میخوایم دیگه که بتونیم بعداً جمع و تفریقشون کنیم، برای اینکه من بتونم این متغیر متنی رو به متغیر عددی تبدیل کنم، باید کل اینو داخل یه پارانتز بذارم و این دستور اینت رو بنویسم. اینت میاد اون عدد رو به عدد صحیح تبدیل میکنه. حالا اگه شما نخواید عدد صحیح باشه، بخواید اشاری باشه، میتونید فلوت بنویسید. اون وقت اینو شاید کاربر اصلا عدد اشاری بده. خب فلوت بگیریم که راحت تر باشه. بعد بیایم با استفاده از یه سری دستورات ایف که یاد گرفتیم دستور بندی کنیم که اگه جمع وارد کرد جمع کنه ماشین حسابمون، اگه ضرب وارد کرد ضرب کنه. یعنی بر اساس عملیاتی که کاربر وارد میکنه ما بهش خروجی بدیم. میگیم که if اوپر، بچه مخفف اپریشن یا عملیات، من اوپر نوشتم، if اوپر مساویه به علاوه، به صورت استرینگ نوشتم این به علاوه رو چون این ورودیش استرینگه یا متنیه، اگه کاربر به علاوه داد پرینت کن عدد 1 به علاوه عدد 2. الیف یعنی در غیر این صورت، اگر این مساویه ضرب بود اینا رو ضرب کن. حالا دیگه اینا رو دو بار دیگه پرینت کنم. اگر تقسیم بود این دوتا عدد رو تقسیم کن و اگر منها بود این دوتا عدد رو منها کن. حالا یه دونه else هم می نویسیم که اگر هیچ کدوم از اینها نبود بنویس که عملیات وارد شده معتبر نیست. این الان دیگه باید کار کنه. بیایم امتحانش کنیم. من اینو ران میکنم. بذارید CLS بزنم بیاد بالا. خب من اینو ران میکنم. میگه عدد اول رو وارد کن. بیاین اشاری هم وارد کنیم. 11.5 عدد دوم رو وارد کن. 5.2 عملیات رو وارد کن. جمع. خب حالا این پرینت هم اینجا کرد. اومد این دوتا رو جمع کرد و نتیجه رو نوشت. پس درست کار میکنه. میتونیم یه بار دیگه امتحان کنیم. بذارید من اینو دیگه پاک کنم. اینو لازم نداریم. میتونیم بنویسیم نتیجه. حالا فی انگلیش می‌نویسیم مثلا قشنگ نمیشه. ولی حالا فقط برای اینکه دیگه رو انگلیسیش تمرکز نکنید. فقط رو کارایی کد تمرکز کنید. فی انگلیش می‌نویسم. خب بیاید تقسیم هم امتحان کنیم. 14 عدد دوم 3 عملیات رو وارد کن تقسیم. نوشت نتیجه
این هستش. خب حالا اگه بیایم ببینیم که یه عملیاتی که اینجا ما تو این شرط ها تعریف نکردیم من وارد کنم چی میشه؟ 12 13 مثلا این علامت رو بذارم، می نویسه عملیات وارد شده معتبر نیست. خب اینجا من دستم خورد، یه کاری کردم. خب پس این یه مینی پروژه بود که یه ماشین حساب ساختیم و خیلی راحت بود. این فقط یک نشان دهنده اینه که شما میتونید یه سری متغیرها بگیرید از کاربر و با استفاده از اونها یه سری دستوراتی تعریف کنید، یه سری شرطهایی تعریف کنید و بر اساس اون یه پروژه بسازید. تو این ویدیو میخوام لوپ ها رو توضیح بدم در پایتون و اینکه چند مدل لوپ داریم و یه سری نکاتی در مورد هر کدوم بگم. اول بریم با لوپ فور شروع کنیم. ببینید، فرض کنید یه لیستی از اعداد دارید. Numbers 1, 2, 3. خب من با دستور فور میتونم یه لوپی بنویسم یکی یکی آیتم های این لیست رو، حالا هر لیستی باشه، یکی یکی یه کاری رو انجام بده. میتونم بگم که فور نمبر این نمبرز پرینت کن نمبر. بچه دقت کنید، این میگه که به ازای هر عددی در این لیستمون یکی یکی برو اولین بار یک رو بردار پرینتش کن، بعد برو دو. هر سری لوپ تکرار میشه، میره آیتم بعدی و مقدار آیتم بعدی توی این نامبره. حالا مهمه که نامبرز اینجا لیستتون اسم لیستتون باشه، ولی این وریبلی که اینجا هست هر چیزی میتونین اسمشو بذارین. بنویسید نام، بعد این مقدار آیتم بعدی رو توی نام میذاره، شما دیگه اینجا بگین نام رو پرینت کن. بیایم اینو ران کنیم ببینیم چه جوری میشه. الان اومد یکی یکی پرینتشون کرد. این ساده ترین حالتیه که لوپ میتونین بنویسید. حالا توی این لوپ خیلی ساده میخوام عملیات های break و continue رو بهتون یاد بدم. ببینید، بذارید جدا جدا بزن. خب ببینید اینا کارشون چیه. break میاد هر جایی یه شرطی برقرار شد، شما میتونید بنویسید break، اون وقتی که از لوپتون همون لحظه که شرط برقرار شد خارج میشه. مثلا من میتونم بگم if num مساوی 6 بود break کن. خب بریم فرض کنیم هدف این لوپ ما اینه که یه لیستی رو بررسی کنیم و عدد 6 رو پیدا کنیم. دیگه وقتی 6 پیدا شد بریک کن، کلن از لوپ در بیا. این نتیجهشو ببینید. ببینید تا 5 پرینت کرد، بعد که به 6 رسید دیگه بریک کرد، از لوپ اومد بیرون. دیگه بقیهش رو به بقیهش نرسید اصلا، چون دیگه از لوپ اومد بیرون. این پس کاریه که بریک انجام میده و کلن از لوپ دیگه میارتتون بیرون. این به درد میخوره که جاهایی که شما دنبال یه چیز خاص هستید بریک کنید که دیگه زمان نذاره بره بقیه لیست رو بگرده. کانتینیو چیه؟ کانتینیو برعکس اینه، میگه که اگه اینو پیدا کردی هیچ کاری نکنم، به کارت ادامه بده، برو لوپ بعدی. یعنی باز مثل اولی همین کار رو انجام داد. حالا شاید بگید چه کار عبسی. ببینید شما الان فرق اینا رو متوجه بشید کامل، بعدن کاربردهاش میاد. یعنی میبینید continue اینجا چقدر به درد میخوره. مثلا شما یه اروری رو بگیرید، بگید اگه فلان ارور رو داد دیگه ارور نده، همینجور برو لوپ بعدی، اونجا continue به دردتون میخوره. خب break هم که خیلی جاها به دردتون میخوره. پس الان فرق کاربرد break و continue رو یاد بگیرید، بعدن کاربردهاش براتون پیش میاد. خب پس این از break و continue. حالا فرض کنید مثلا لوپ های تو در تو میخوایم بزنیم. حالا فرض کنید یه لیست دیگه داریم به نام آیتمز. یه سری من استرینگ یه سری آیتم ها رو میذارم، مثلا توپ، کار. فرض کنید مثلا یه سری اسباب بازی هن توی انبار یه مغازه. خب شما میتونید داخل این لوپ که نوشتید، یعنی لوپی که میزنه روی اینا، داخل اون یه لوپ دیگه هم بنویسید for item in items print نام و آیتم رو. خب الان ببین نتیجه این چی میشه. به ازای
هر یکی که می نویسه، یعنی به ازام آیتم اول نامبرز میاد همه اینا رو میره، یعنی یک بال، یک کار، یک برد. دوباره شماره نامبرزش رو عوض میکنه رو دو، باز دو بال، دو کار، دو برد، سه بال، سه کار. پس اینها لوپ های تو در توه که شما میتونید ترکیب های مختلف آیتم های نامبرز و لیست رو با هم داشته باشید. خب هرچی لیستاتون بزرگتر باشه، ترکیب بندی های خیلی بیشتری خواهید داشت و در نتیجه خب کامپیوتیشنتون بیشتر میشه. شما حتی میتونید یه استرینگ بنویسید، مثلا به جای لیست من میتونم یه استرینگ بنویسم تو لوپ، بگم که الان ببینید چیکار میکنه. یکی یکی حروف این رو اومد لوپ زد روش. سلام، سلام، یک سلام، دو سلام، سه. پس این لوپ زدن روی یه لیسته، به تعداد آیتم هایی که اون لیست داره لوپ انجام میده. بعضی وقتا شما میتونید خودتون مشخص کنید که یه لوپ رو چند بار انجام بده. مثلا من میخوام یه لوپی رو 10 بار انجام بده. برای این از دستور این رنج استفاده میکنم. اگه میخوام 10 بار انجام بده، اینجا 10 میذارم. بعد این آی هر اسم پارامتر هر چیزی میخواین خودتون بذارید، ایکس بذارید، آی بذارید، وای بذارید، آی بذارید، هر چی میخواین میتونید بذارید. و آی میاد مقادیر 0 تا 9 رو میگیره، به خود 10 نمیرسه. پایتون اینجوری مقدار اول از 0 شروع میکنه و به مقداری که مشخص کردید و بهش نمیرسه. ببینید، پرینت کنید این رو توی این لوپ. الان ما یه لوپی زدیم که این مقادیر 0 1 2 3 4 5 6 7 تا 9 اومد، بهش نرسید. حالا میتونید بگید اصلا از 1 شروع کن تا 11 برو که از 1 تا 10 رو براتون بره. ببینید، ولی اگه مقدار اول مشخص نکنید از 0 شروع میکنه. در هر صورت مقدار دوم تا اون مقدار میاد ولی به خودش شامل نمیشه. پس اینم میتونید، به دردتون میخوره که یه لوپی رو میخواید یه تعداد مشخصی ران کنید. مثلا من میخوام بگم که بیا ایکس رو 10 بار در خودش ضرب کن. ایکس 2 باشه، این بزنیم 3، ایکس مساوی ایکس ضرب در ایکس. خب و پرینت کن ایکس رو. ببینید ایکس 2 بود، دفعه اول اومد به خودش ضرب شد 2 شد، دفعه بعد اومد به خودش ضرب شد 16 شد، دفعه بعد اومد به خودش ضرب شد 256. یه مثال خیلی ساده شد. بچه این از فور لوپ. نوع دیگه ای که لوپ میتونیم بسازیم وایل لوپه، که میتونیم بگیم که وایل یک شرطی و بعد کاری که انجام میده. وایل لوپ دیگه مثل فور لوپ نیست که شما مشخص کنید چند بار انجام بده. این تا زمانی که این شرطی که اینجا نوشتید برقراره اینو انجام میده. مثلا من یه ایکسی دارم، ایکس 5. من میگم که تا زمانی که ایکس کمتر از 60 بود پرینتش کن. ولی در این حال یه عملیات های ریاضی هم روی ایکس داره انجام میشه. مثلا ایکس هر دفعه با 1 جمع میشه یا با 5. بیاییم 5 تا 5 تا بره بالا. ایکس هر دفعه با 5 جمع میشه. بیاییم نتیجهش رو ببینیم. اول 5 بود، بعد شد 10، با 5 جمع شد، بعد 15، بعد 20. به 55 که رسید با 5 جمع شد 60 شد. دیگه لوپ دیدین کوچیکتر از 60 نیست، چون مساوی 60 و دیگه ادامه نداد. این به چه درد میخوره؟ چون الان من خودم میدونم روی این چیکار کردم. گاهی مثلا اون اتفاقی که روی ایکس میفته خب خیلی پیچیده تره، داره مثلا مقدارش میره بالا میاد پایین، ولی تا یه آستانه شما میخواین دیگه اونو نره بالاتر. وایل باعث میشه که انقدر این کارو انجام بده تا زمانی که این شرط برآورده هست. حالا توی این هم شما میتونید بریک رو انجام بدید. میتونید بگید که اگه ایکس مساوی 40 بود پرینت یوهو، بعد بریک کن. ببین اگه بریک رو ننویسم، ببین چیکار میکنه، میاد بعد 40 یوهو رو مینویسه، بعد به ادامه میده. اگه بعد یوهو بنویسم بریک، اینجا دیگه یوهو رو که میگه دیگه میپره بیرون، بقیهش رو انجام نمیده. خب پس اینم اینجا به دردمون میخوره.
پس هم به این شرط بستگی داره که تا کی اینو ادامه بده، هم به این. شما میتونید اصلا اینجا یه شرطی بنویسید که همیشه true و همیشه لوپ انجام بده تا زمانی که این شرطی که شما اینجا میگین برقرار میشه. من میتونم بگم که while true، چون دیگه این همیشه برقراره، این شرط از بین برنده نیست و این شرطه که تعیین کننده است. ببینید باز هم اتفاق میفته، به 40 که رسید قطعش میکنه. فقط توی وایل خیلی حواستون باشه، تا زمانی که این شرط برقراره میره و شما وسط هم هیچ بریکی نذارید یا یک عاملی که بازدارنده این باشه، که تا ابد این لوپ شما میره. ببینید دیگه هی داره به اضافه 5 میکنه، به اضافه 5 میکنه، به اضافه 5 میکنه، دیگه هیچ کارش نمیتونید بکنید. نه، ولی این تا آخر میره. حالا راه حلش، اگه گیر کردید توی لوپ وایل و هیچ دستوری نذاشتید که از توش بپره بیرون، با کنترل سی میتونید اون لوپ رو بشکنید. معمولا با حتی اینجا اینتراکتیو موده، خب من با همین اینترابت هم میتونم لوپ رو بشکنم، اما اگه تو ترمینال بودید کنترل سی رو بزنید، معمولا در میاد از توش. خب این از این. پس لوپ های وایل و فور رو یاد گرفتید، بریک و کانتینیو فرقش رو یاد گرفتید و اینا رو مفاهیم باشه که تو ذهنتون باشه و بعدا توی پروژه ها میبینید که ازشون خیلی استفاده میشه. تو این ویدیو میخوام فانکشن ها رو یاد بدم و با فانکشن ها کار کنیم، ببینیم چی هن، چه استفاده ازش میتونیم بکنیم و کاملا مفهومش رو درک کنیم. ببینید در حالت کلی فانکشن ها تو پایتون یک مجموعه ای از دستورها هستند که ما توی یه پکیج میذاریم و یه اسم برای اون پکیج میذاریم. اسم اون پکیج میشه اسم اون فانکشنمون. حالا بیا ببینیم چجوری فانکشن رو میتونیم تعریف کنیم. ببینید فرض کنید من یه دیکشنری دارم، میخوام یه تابعی تعریف کنم. تعریف تابع با دف شروع میشه، مخفف دفینیشن یا دیفاینینگ هست، یعنی تعریف تابع. بعد اسم تابمو می نویسم. هر اسمی میخواید بذارید فقط سعی کنید با حروف کوچیک باشه. مثلا من بذارم car color print. خب این اسم تابع منه. جلوی این پارانتز باز و بسته میذارم و دو نقطه. الان پس شما برای تعریف تابع این DEF دف رو باید بنویسید، فاصله اسم تابعتون، پارانتز باز پارانتز بسته، دو نقطه، و بعد هر دستوری که میخواید داخل اون تابعتون باشه، میتونه یه خط باشه، میتونه هزار خط باشه. الان من مینویسم دستوری که میخواید تابع وقتی فراخوانی شد اجرا کنه بیاد بنویسه car colors. خب الان این پارانتز برای چیه اینجا؟ به خاطر اینه که ما به بعضی فانکشن ها یا به بعضی توابع یه پارامترهای ورودی میدیم، بر اساس اون دستورات رو انجام میده. اگه هیچی لازم نداشته باشه خب هیچی نمیدیم. من الان یه دستور خیلی ساده نوشتم که هیچ پارامتری توش نداره. این ساده ترین حالت یک فانکشنه. الان من اگه بخوام این تابعی که ساختم رو فراخونی کنم، ببینید الان من بیام اینو ران کنم، ببینید اینو اینجا نوشت car color، همین چیزی که همین کاری که من گفته بودم انجام بده رو انجام داد. این یه کاری رو انجام میده. یه حالت دیگه هم هست که تابعتون یه پارامتری رو پس بده، مثلا بگیم که return کن مسیج مساویه car color، بیا این مسیج رو ریترن کن، یعنی خروجی تابع ما این مسیجه. الان من باید تابعمو که فراخونی میکنم یه خروجی براش در نظر بگیرم. مثلا خروجی اسمش رو میذارم چه MSG که با مسیج متفاوت باشه. الان من اگه اینو ران کنم، ببینید هیچ خروجی نداشت، چون من فقط خروجی این تابع رو گرفتم گذاشتم تو این پارامتر. حالا اگه بیام این پارامتر رو پرینت کنم خروجی خواهم داشت. ببینید پرینت کرد. حتی میتونم مستقیم اینو بیام بذارم اینجا که هرچی خروجی داشت اونو پرینت کنه. ببینید باز هم پرینت کرد. پس تابعتون میتونه یه کارهایی توش انجام بده و نهایتاً یک مقداری رو پس بده. و
بچه یه استفاده خیلی مهم که تو ذهنتون باشه از فانکشن ها، علاوه بر اینکه یه کاری رو میتونید ازش بخواید انجام بدید، اینه که مثلا شما اگه کدتون 1000 خط باشه، بخواید این دیکشنری رو تو خط 1000 لازم میشه یه چیزی رو پرینت کنم، لازم میشه که پرینت کنم ریزالتس 1 2 3. همینطور تو خط 500 باز لازم میشه همین عبارت رو پرینت کنم، و باز توی خط 10,000 و ممکنه توی 2000 خط کد من 10 بار لازم باشه یه چیز اینجوری مشابه رو پرینت کنم. حالا اگه شما بعد یه ماه نظرتون عوض شد راجع به متن این، باید برید تو همه اون 10,000 خط کد فرض کنید این تو مثلا خط 500 این تو خط 10,000 باید برید شما این عبارت رو تو همه اون جاهایی که ازش استفاده شده پیدا کنید و یکی یکی مقادیرش رو عوض کنید دیگه. مثلا من میخوام 2 3 4 باشه، 2 3 4 2 3 4. خب در صورت که میتونید یه کار راحت تر بکنید، یه تابع تعریف کنید define print results و اینو دیگه داخل اون بذارید، دیگه به جای این خطهایی که تو کد شما پرینت میکنید تابتون رو فقط فراخوانی کنید. ببینید من دیگه فقط تابم رو فراخوانی میکنم. حالا اینا هر چیزی رو پرینت میکنن که شما تو تابه تعریف کرده باشید. من دیگه اینجا عوض کنم میره خودش تو همه اونجاها عوض میشه. پس یکی از کاربردهای خیلی مفید و مهم تابه ها تو پایتون اینه. این یادتون باشه حتما. و اینکه تابعه ها حتما لازم نیست ریترن داشته باشن. پس یا فکر میکنن دیفاین اولش باید بیاد ریترن هم آخرش بیاد، نه اصلا ریترن نداشته باشن هیچ مشکلی پیش نمیاد، ولی خب بذاریدم خوبه. بذارید من اضافه ها رو پاک کنم بریم سر بعدی. حالا این یه تابعیه که اصلا بدون پارامتر کارشو انجام میده، بدون هیچ پارامتر ورودی. من الان میتونم بگم که یه عدد بگیر به عنوان ورودی، مثلا نمبر، بعد رنگ ماشینو از تو این دیکشنری پیدا کن بر اساس اون عدد. دیکشنریمون مقدار کی همون نمبر ولیوشو بذار توی کار کالر و اینجا دیگه نمایش بده که کار کالرمون، مسیجمون اینه که کار کالرمون چیه، اینه. حالا بیایم اینو پرینت کنیم خروجیش رو. الان چون تابتون یه دونه پارامتر عددی میگیره باید مقدار بدید بهش، وگرنه ارور میده. ببینید ارورها رو هم یاد بگیرید که چه اروری چه معنی میده. که این فانکشن یک آرگومنت کم داره، یه آرگومنت باید بهش میدادی ندادی، میسینگ آرگومنت داره. الان من عدد 2 رو بهش میدم، میره از تو این دیکشنری پیدا میکنه 2 ولیوش چیه، گرین، میذاره اینجا و این مقدار رو برای شما پرینت میکنه. ببینید car color green. پس میتونه با اون آرگومنتی که میگیره اون کاری که شما براش تعریف کردید و انجام بده. حالا مثلا اینو شکیل تر میتونیم بکنیم، از همین فرمت استرینگ ها استفاده کنیم، f اینجا آکولاد میذاریم و دیگه خود اینو اینجا میذاریم، اینم دیگه لازم نیست. خب این یه روش شکیل تر نوشتنه. یه کار دیگه هم که گفتم میتونید انجام بدید، مستقیما خود اینو ریترن کنید، یعنی یه خط صرفه جویی میشه توی کدتون، این همون کار رو انجام میده. ببینید همونو پرینت کرد ولی کدتون چقدر قشنگ تر شد. پس اینم از این. حالا یه وقتایی میتونید یه پارامتر دیگه هم براش تعریف کنید، برای یه آرگومان دیگه هم تعریف کنید که نیاز داشته باشه، اینترو تکست، که بگه که مثلا اینترو تکستتون سلام باشه. اول بیاد بگه سلام بعد رنگ کارو. اینجا میتونیم اینم اعمال کنیم، بگیم که یه آکولاد بذاریم، یه دونه ویرگول، خط فاصله، اینترو تکستو بیا بنویس. الان ببینید من چیکار کردم. من نه تنها آرگومانو تعریف کردم بلکه یه مقدارم تو همین جا بهش دادم. این یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه کاربر موقع فراخوانی این تابع مقداری به این نداد، دیفالت رو سلام در نظر بگیر. اگه من این سلام رو اینجا نمی نوشتم و ران می کردم ارور می داد، چون می گفتش که تو پارامتر اینترو تکست رو، آرگومان اینترو تکست رو تعریف نکردی. ولی چون اینو گذاشتم میگه اگه کاربر تعریف نکرد بیا مقدار دیفالتش رو سلام در نظر بگیر. الان کاربر اومده تابع رو فراخوانی کرده، برای نامبر 2 داده ولی دیگه اینترو تکست رو تعریف نکرده.
و این خود دیفالت رو براش گذاشته، دیفالتش سلام کار کالر گرین. الان من میتونم تعریف کنم اینترو تکستم و موقع فراخونی یه چیز متفاوت تعریف کنم. های آب الان ران کنم دیگه اون مقدار دیفالت رو استفاده نمیکنه، اون مقداری که من گفتم استفاده میکنه، ولی نظارم هم ارور نمیده چون من مقدار دیفالت براش تعریف کردم. خب اگه تا اینجا مفهوم تابر رو متوجه شدید خیلی عالی، و بریم یه سری چیزای پیشرفته تر رو یاد بدم، ولی اگه کامل متوجه نشدید از اول دوباره ببینید بعد ادامه ویدیو رو ببینید. بعضی وقتا ممکنه شما توی تعریف تابعی این موارد رو ببینید، ستاره آرکس و دو تا ستاره کوارکس. اینو ممکنه زیاد ببینید اگه برنامه نویسی بیشتر پیش برید. معنی اینا چیه؟ بیاین اول پرینتشون کنیم هر دوش رو، جدا جدا پرینتشون کنیم. الان کلی توضیح میدم بعد عملی میبینید یعنی چی. آرکس و کوارکس وقتی اینا رو میذارید توی پارانتزهای فانکشنتون دارید میگید که من مشخص نمیکنم چه پارامترهایی ورودی بگیره این تابه، ولی هر پارامتری آرگومانی چیزی یوزر تعریف کرد براش خیلی هم خوش اومده، من مجبورش نمیکنم پارامتر فلانو بده، ولی خودش هرچی داشت ذخیره کن و میتونیم ازش استفاده کنیم. این توضیح کلیش بود. حالا بیایم ازش استفاده کنیم ببینیم چه جوریه. سریع اینا رو خلاصه وار تکرار کنیم که جا بیفته و بعد اینو کامل توضیح بدم. این یه تابع معمولیه که هیچ پارامتری نمیگیره، یه کاری انجام میده بعد یک پارامتری رو ریترن میکنه، پس میده، خروجی میده. این یه تابعیه که یه آرگومان اجباری داره، یه آرگومان اختیاری داره که اگه کاربر مقدار مشخص نکنه مقدار دیفالتش سلامه و یه چیزی رو ریترن میکنه. این ولی یه فانکشنیه که اصلا مشخص نکردیم که چه پارامترهایی چه آرگومانهایی ورودی بگیره از کاربر بخواد. حالا من اینا رو پاک میکنم که صفحه خلوت بشه، فقط رو این تمرکز کنیم. الان من اگه اینو پرینت کنم، بذارید بریم رو اینتراکتیو مود. بچه من تو وی اس کد دارم کد می نویسم، یه ویدیو هم دارم در مورد آموزش وی اس کد که شروع کار با وی اس کد رو یاد میده، ولی یه ویدیو دیگه هم میذارم که نکات حرفه ای تر وی اس کد هم تو اون یاد میدم. حالا من ازش خواستم که این تابر رو تعریف کنه با این پرینت ها. حالا تا فراخوانیش نکنم که چیزی اتفاقی نمیفته. الان تابر رو من فراخوانی میکنم، کار اینفو دو تا پارانتز میذارم چون هیچ پارامتری آرگومان ورودی اجباری نداره، من فقط میتونم تابر رو خیلی نرمال فراخوانی کنم. الان که هیچی ورودی بهش ندادم، این پرینت کردن هم خالی بود هر دوتاش. حالا اگه ورودی بدم، من میتونم به صورت خیلی اختیاری به جای آرگومان چند تا مقدار بدم. مثلا اینفورمیشن این ماشین اینه که اسم شهرهایی که توش هست رو بنویسم یا شهرهایی که توش بوده رو بنویسم. تهران، پاریس. خب من دوتا خواستم همینجوری به سلیقه خودم دوتا آرگومان بهش بدم. این آرگومان ها هستن. کوارکس چیان؟ کوارکس اینه که شما مشخص کنید که این کدوم خصوصیته، کدوم پارامتره. یعنی من مشخص کنم که کار برندش فورده، مدلش موستانگه. الان دوتا آرگومان خالی تعریف کردم، ورودی دادم بدون اینکه اصلا مشخص کنم این چه پارامتریه. دو تا هم پارامتر و مقدار تعریف کردم. الان من اگه اینو پرینت کنم، ببینید خط اول آرگ ها رو پرینت کرده که این دو تا اولی هن که مشخص نکردم چه پارامتریه. کوارکس چیه؟ کوارکس موسم چرا داره میپره؟ کوارکس این خطه که شما هر چیزی که با اسم پارامترش ورودی بدید، این میاد یه دیکشنری میسازه به صورت کی، مقدار، کی، ولیو. اینم بگم که اینجا چی بنویسید خیلی مهم نیست، این یک ستاره دو ستارهش مهمه، ولی اینکه اینجا چی بنویسید، هر چی میتونید بنویسید. اما دیگه اینجوری جا افتاده که باب شده که این از این عبارات استفاده کنند که همه دیگه بدونن چه خبره، شما از اینا استفاده کنید خیلی بهتره. این خب یه جاهایی به درد میخوره، مثلا شما میخواید برای آیتم های مختلف اطلاعات وارد کنید، ممکنه برای مثلا بیاین گوشی رو بگیم، ممکنه برای یه گوشی
اطلاعات ساختش، برندش، رنگش مشخص باشه، این اطلاعات رو براش وارد میکنید. ممکنه برای یه گوشی دیگه رنگش رو فعلا مشخص نداشته باشید، فقط برندش و سال ساختش رو مشخص داشته باشید. اون وقت میتونید هر کدوم از اینا رو میخواید پر کنید. لازم نیست دیگه همه اینا رو تابه بهتون ارور بده اگه یکیش رو وارد نکنید. پس اینم خیلی استفاده جالبیه از این. یکم روش فکر کنید، کامل متوجه شدید. یه نکته پیشرفته تر هم میخوام بگم. ببینید، اینها رو فهمیدید که اینها آرکس هستن، اینها کوارکس هستن و فهمیدید که چرا کار اینفو تابش خوبه استفاده از اینها، برای اینکه دیگه من مشخص نمیکنم چند تا ورودی بگیره یا چه پارامترهایی برای اون ابجکتمون تعریف بشه، دیگه خود کاربر میتونه هر چند تا داره تعریف کنه. حالا ببینید یه چیز جالب میخوام الان نشونتون بدم. الان من میخوام دیگه، شاید مثلا تعداد شهرها زیاد باشه، یکی یکی نیام تو تابه بنویسم، یه لیست تعریف کنم، اسم لیستم سیتیز باشه و بیام اینا رو بذارم تو اون. ببینید اینجا تاپل بوده خب، ولی ما لیست تعریف میکنیم. یه دونم دیکشنری تعریف میکنم، اسپکس مخفف اسپسیفیکیشنز مثلا. یه دیکشنری تعریف میکنم که اینها توش باشه، حالا اطلاعاتی که ما میخوایم در مورد ماشین بدیم. و دیکشنری خب کی ولیو الان درست شد. حالا این که میبینید دیکشنری داد بیرون، ما چرا همین دیکشنری رو نذاریم جاش؟ یعنی به جای سیتیز لیست رو بهش بدیم، به جای این اطلاعاتی که دادیم هم همین دیکشنری رو آماده بهش بدیم. حالا بعدا هر تغییر خواستیم بدیم توی دیکشنری تغییر بدیم یا توی این لیست تغییر بدیم. بیایم پرینت کنیم ببینیم چجوری میشه. اتفاقی که افتاد، قبلا اینجوری پرینت میکرد، این آرگومان ها کوارس رو دیگه اونجوری نمیشناسه. این همه اینا رو گذاشت تو این تاپله، یعنی لیست رو هم یه آیتم شناخت، این دیکشنری هم یه آیتم شناخت مثل این قبلیه و دیگه دیکشنری تشخیص نداره. چرا؟ برای اینکه کل این لیست رو یه آیتم میبینه، نه این داخلیاشو. تو حالت قبلی داخلیاش رو هر کدوم یه آیتم میدید و گذاشته بود توی تاپل و اینها رو هر کدوم رو یه جفت میدید گذاشته بود توی یه دیکشنری، ولی الان کل اینو یه چیز میبینه و بر همین این اتفاق افتاد. چارش چیه؟ چارش اینه که وقتی شما یه لیستی دارید و میخواید این لیست رو به عنوان یک آبجکت کل نبینه و بازش کنه، المانهای توش رو یکی یکی ببینه و اون چیزی که قراره اعمال بشه به کل لیست نشه، به المانهای توش اعمال بشه، یه ستاره پشتش میذارید. اینجا هم میتونید دو ستاره پشتش بذارید که به عنوان کوارکس بشناستش. حالا با همین یه ستاره و دو ستاره گذاشتنش، ببینید شد همون چیزی که اول بود. پس المان‌های لیست سیتیز رو دیگه یکی یکی میشناسه و اینجوری. خب این یک نکته حرفه‌ای بود. هر جا دیگه اینا رو دیدید میدونید که چیه و میتونید حتی به عنوان لیست یا به عنوان دیکشنری هم پارامتر بدید، آرگومان بدید به فانکشن. خب کافی بود به نظرم تا اینجا برای فانکشن ها و خب توی پروژه بعدی که کار میکنیم خیلی کاربردهای بیشتری میبینید و اونجا دیگه دستتون میاد که چی استفاده کنید، کجا استفاده کنید. من یه بخش جدید تو کانالم باز کردم، پروژه های کوچک، که جای پروژه های کوچیک مینی انجام میدیم و خب اونا خیلی مفیده برای اینکه اگه تازه پایتون رو شروع کردید برید اونا رو ببینید و با اونا تمرین کنید پایتونتون رو، که یه کار بامزه هم از توش در بیاد. گاهی وقتا لازم میشه که بخوایم یک فایلی رو از خارج از فایل پایتون بخونیم و از اطلاعاتش داخل پایتون استفاده کنیم. تو این حالت از چه دستوری استفاده میکنیم؟ فرض کنید یه فایل تکست داریم به اسم items.txt. حالا یه متنی توش داره مثل آیتم 1، آیتم 2، آیتم 3. توی پایتون با دستور open میتونیم اون تکست رو بخونیم. می نویسیم open و اسم فایل رو می نویسیم. حالا این اسم فایل می تونه مسیر کاملش باشه، می تونه مسیر نسبیش باشه نسبت به این فایل ما. چون فایل من حالا داخل همین فولدریه که فایل پایتونم هست، اسمش رو می نویسم، اسم فایلم items.txt. خب
یه پارامتر دیگه هم باید به این دستور اوپن بدیم، اونم یه حرفه. خب اگه من آر بدم به این، یعنی منظورم اینه که میخوام این فایل items.txt رو بخونم. این چند تا حالت مختلف میتونه داشته باشه این پارامتر دوم، یا میتونه آر باشه به معنای رید یعنی خوندن، یا میتونه دبلیو باشه به معنای رایت یا نوشتن، یا میتونه ای باشه به معنای اپند یا پیوست کردن. بذارید اینجا بنویسم R مخفف رید یا خوندن، W مخفف رایت یا نوشتن، A مخفف اپند یا پیوست کردن. حالا یکی یکی میگم چجوریه. و یه حالت دیگه هم داره R پلاس، R مثبت، که این هم خوندنه و هم نوشتنه. خب یعنی هم میتونید بخونید هم میتونید بنویسید. خب اگه من بخوام یه فایل رو فقط بخونم و از اطلاعاتش استفاده کنم، کافیه همین آر رو بنویسم که حالت خوندن باشه و این میاد فایل رو باز میکنه و محتویاتش رو میخونه. حالا این محتویاتی که میخونه رو من میتونم بیام بذارم توی یک متغیری، اسمشم بذارم items data مساوی. پس من این فایل رو خوندم گذاشتم توی این متغیر. بچه دقت کنید، هر وقت یه فایلی رو میخونید حتما باید بعدش اونو ببندید، یعنی بعد اینکه اوپن کردید همیشه بعدش همون فایل رو ببندید که بسته شده باشه. این خیلی مهمه. این اطلاعات داخل این میمونه، فقط اون فایلی که باز کردید و ببندید، ولی دیگه اطلاعات داخل این وریبل تو میمونه. حالا بیاین اینو پرینت کنیم ببینیم چی میشه. این items data رو پرینت کنیم ببینیم چی میشه. ران میکنم ببینم. خب پس این به صورت خام اینو نمیشه استفاده کرد. ما فعلا فقط فایل رو باز کردیم و یک آبجکتی تشکیل دادیم. برای اینکه بتونیم محتویات این فایل رو بخونیم، میایم از دستور read line استفاده میکنیم، یعنی یه خط ازش رو بخون. این یه خط ازش رو میخونه. بیایم item read line رو پرینت کنیم. دیگه من اینو پاک میکنم. پس بازش کردیم، یه خط ازش رو گفتیم بخون و پرینت کن. حالا اینو اگه پرینت کنم، ببینید آیتم یک رو پرینت کرد، یعنی خط اول این فایلمون رو پرینت کرد. این رید لاین میاد خط اول رو میخونه و اتوماتیک میره خط بعدی. حالا اگه من دوباره رید لاین بزنم، خط دوم میخونه میره خط بعدی اتوماتیک. یعنی من اینو دوبار پرینت کنم، دو خط ازش رو پرینت میکنه، آیتم یک، آیتم دو، سه تا. خب یعنی خط به خط میخونه. اما میتونم از دستور read lines استفاده کنم که بیاد همه خطاشو بخونه. ببین اگه من read lines بزنم و پرینت کنم، این میاد یه لیست تشکیل میده از همه آیتم های یا همه خطهایی که توی اون فایل تکستمون خونده. پس یک لیست داریم، هر آیتم اون لیست یه خط از فایل تکستمونه. بچه دقت کنید، آخر هر خط یه دونه سلش ان گذاشته. سلش ان یعنی دکمه اینتر رو وقتی میزنین میره خط بعدی، این نقش همونو بازی میکنه، یعنی اینجا میره خط بعدی. حالا موقع نوشتن به فایل های تکست هم اینو میبینیم. پس اگه فایل تکستتون 1000 خط هم باشه و شما اینو بزنید، یه لیستی از 1000 آیتم تشکیل میده و بعد شما مثلا میتونید لوپ بزنید، حالت مثلا بگید که for item in items data read lines. اینن اینو گذاشتم. پس این یه لیست به ما میده، میگم برای هر آیتمی داخل این لیست پرینتش کن. بذارید اینو بذارم توی مثلا یه وریبل تشکیل بدم، بگم فایل دیتا مساوی آیتمز دیتا. این در واقع میاد یک لیستی از تمام خطهای اون فایل تکست تشکیل میده، میذاره توی این متغیر و من میگم به ازای هر متغیر داخل این لیست پرینتش کن. بذارید این خط رو من کامنت کنم. بچه من نمیدونم تو قسمت های قبلی در مورد کامنت گفتم یا نه، ولی اگه نگفتم یه بار دیگه میگم، این هشتگ رو وقتی جلوی یه خطی میذارید، یعنی دیگه اون خط رو پایتون ران نمیکنه، یعنی کامنتش میکنیم. و برای اینه که اگه میخواید یه خط ران نشه کامنتش میکنید، یا اگه بخواید مثل این کاری که من اینجا کردم یه توضیحی بنویسید
که اختلالی تو کار ایجاد نشه از کامنت استفاده میکنیم. خب پس من یه خط تو کامنت کردم که ران نشه، بقیهش رو ران میکنیم ببینیم چی میشه. خب ببین الان یکی یکی خطا رو خوند و پرینت کرد. یه روش دیگه هم برای خوندن فایلا هست که دیگه لازم نباشه که یه بار باز کنید یه بار کلوز کنید، چون بعضی وقتا آدم یادش میره کلوز بکنه. یه روش دیگه اینجوری نوشتنشه، میگیم که with open in file read as items data. خب و دیگه بقیهش این قسمت، یعنی به جای کل اینا اینجوری نوشتم. دیگه لازم نیست وقتی with open میگید دیگه close کنید. الان مگه کل اینا رو کامنت کنم این میاد همین کاری که اون کرد و انجام میده. خب پس اینم یه مدل باز کردنه، اونم یه مدل باز کردن، این همه. خب حالا پس ما این فایل رو داریم و خوندیمش. اگه بخوایم به یک فایل، مثلا من میخوام به این فایلی که دارم یه آیتم 5 اضافه کنم، میتونم از همین دستور append یا پیوست کردن استفاده کنم. اون وقت میام اینجا به جای r a میذارم. خب میگم به صورت append این فایل رو بخون، اسمشو بذار items data. و این دفعه دیگه یه کار دیگه میخوام بکنم، این دفعه میگم که بنویس توش write item 5. ببینید الان تا آیتم 4 داره، وقتی من اینو ران کنم ببینید یه آیتم 5 اضافه شد. فقط مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که اومد دقیقا چسبوند به این و ما نمیخواستیم، میخواستیم بیاد سطر بعد. الان وقتشه که از اون سلش n استفاده کنیم، اینجوری که یه سلش میذارین n. خب میبینید رنگش عوض شد، به جای نارنجی زرد شد. یعنی این دستور رو پایتون مستقلن میشناسه و به عنوان رفتن به خط بعدی میشناسه. الان مگه اینو ران کنم ببینید تو خط بعدی نوشت. فقط حواستون باشه اگه اینو دوبار ران کنید، خب دوبار آیتم 5، الان دوتا آیتم 5 داریم. واسه همین تو این مورد حواستون باید باشه تو فایلی که دارید واقعا تغییر ایجاد میکنه و روش مینویسه. خب پس بذارید من اینو پاک کنم، سیو کنم. پس اینم از append یا a. حالا براتون سوال پیش میاد اگه append می نویسه write چیکار میکنه؟ بچه write یا w اگه بذاریم، اون وقت اگه من بیام اینو run کنم نمیاد آیتم 5 رو به این فایل اضافه کنه، میاد کلن روی فایل قبلی می نویسه. ببینید اومد کلن فایل قبلی رو روش رایت کرد، یعنی قبلی پاک میشه همین رو روش مینویسه. یعنی شما باید اگه نمیخواید موارد قبلی فایلتون پاک شه نباید از رایت استفاده کنید، چون رایت میاد از اول روی فایل قبلیتون مینویسه. پس حواستون باشه که کی از رایت استفاده میکنید، کی از اپند استفاده میکنید. ولی رایت کی خیلی کاربردش خوبه، وقتی شما میخواید یه فایل رو از صفر هم ایجاد کنید میشه. یعنی مثلا ببینید من اینجا فقط یه فایل آیتمز دارم، میخوام یه فایل جدید ایجاد کنم به اسم آیتمز 2 و آیتم 6 رو میخوام توش اضافه کنم، یه آیتم 6 یه آیتم 7. خب الان من اگه اینو ران کنم ببینید یه فایل آیتمز 2 ایجاد شد، اصلا نبودین اینجا، و اون آیتم 6 و 7 رو توش نوشته. خب پس پایتون برای نوشتن و خوندن فایل ها خیلی خوبه و این فایل لازم نیست که حتما تکست باشه، میتونه فایل CSV باشه. ببینید یه فایل CSV ایجاد کرد، میتونه فایل HTML باشه. خب یعنی با هر پسوندی میتونید داشته باشید و از این روش میتونید استفاده کنید برای خوندن و نوشتن فایل ها. ببینید پایتون اصطلاحاً یک زبان برنامه نویسی ماجولاره، یعنی ما میتونیم از پکیج های مختلف استفاده کنیم، از کد های مختلف توی کد خودمون استفاده کنیم و یک برنامه جالب تر قوی تر بنویسیم، کارمون راحت تر کنه. یه چیزی که اختراع شده رو یا یک کسی روش کار کرده و شیر کرده دیگه دوباره از صفر ننویسیم، و این واقعاً اساس کار پایتونه که بدونیم چطور از پکیج ها استفاده کنیم و وقتمون رو برای نوشتن چیزهایی که قبلا نوشته شده تلف نکنیم.
حالا پکیج ها چی هستن؟ ببینید اول همه کد های پایتون یه سری دستورهای ایمپورت میبینید. اینها همون دستورهایی هستن که پکیج ها رو ایمپورت میکنن. حالا ما دو نوع پکیج تو پایتون داریم. یک سریشون بیلت این هستن. پکیج هایی که بیلت این هستن توی پایتون، یعنی وقتی شما پایتون رو سیستمتون نصب میکنین دیگه این پکیج همراه با پایتون اومده، شما لازم نیست نصبش کنید. برای استفاده از پکیج ها شما اول باید اون پکیج رو نصب کنید بعد ایمپورتش کنید، ولی برای بیلت این پکیج ها دیگه نصب لازم نیست و فقط ایمپورتش میکنید. یک نمونه از این پکیج ها پکیج math هستش. بذاری اینجا هم بنویسم not built in. اینا built in نیستن، اینا داخل خود پایتون نیستن. خب مثل این. حالا بر فرض مثال پکیج math توی خود پایتون وجود داره، شما لازم نیست نصبش کنید، ولی پکیج numpy شما باید نصبش کنید. ما چجوری پکیج ها رو نصب میکنیم؟ برای نصب کردن توی ترمینالتون از دستور pip install و بعد اسم پکیجتون، مثلا من الان میخوام نامپای رو نصب کنم به همین راحتی. ببینید مال من چون نصب شده همینو نوشت که نصب شده با ورژن فلان، اما برای شما اگه نصب نباشه نصب میکنه. خب ولی دیگه برای پکیج math لازم نیست pip install انجام بدید، چون اینا خودش داره پایتون. حالا بیایم ببینیم مثلا چه استفاده‌ای میتونیم بکنیم. ببینید مثلا شما از پکیج math یه سری فانکشن های ریاضی توش داره که شما میتونید با استفاده از اون خیلی کارها انجام بدید. حالا ببینیم چه فانکشن هایی داره. این چیزایی که من در مورد پکیج math میگم شما میتونید بست بدید به همه پکیج ها. من اگه math رو بنویسم نقطه بذارم، اینجا میاد یک لیستی از فانکشن هایی که داخل این پکیج math هست برام نشون میده و من میتونم ببینم چه کارهایی هایی برام داره. ببینید کوسینوس، سینوس، تانژانت، دیگریز. خب این تمام چیزهایی که میشه از math استفاده کرد. مثلا من اگه بنویسم math.py، اینو پرینت کنم، عدد پی دیگه لازم نیست عدد پی رو شما خودتون بنویسید، از همین پکیج math.py بنویسید. این عدد پی رو آورد 3.14 تا 10 رقم اعشار فکر میکنم. یا بیایم از فانکشن sqrt که در واقع فانکشن جذر گرفتنه، خب من بخوام از 16 جذر بگیرم میشه 4. پس این خیلی فانکشن ها داره math که شما میتونید ازش استفاده کنید بدون اینکه اصلا برنامه نویسی کنید براش، و این صدق میکنه در مورد بی نهایت پکیج پایتونی که توی پایتون هست یا افراد دیگه نوشتن این پکیج ها رو و به صورت اوپن سورس در دسترس همه گذاشتن و همه با هم همکاری میکنن که هی پایتون رو پیشرفت بدن. یه پکیج بیلت این دیگه هم هست، ایمپورت او اس. اینم خیلی پکیج پرکاربردیه. اینم بیلت اینه. ببینید از این شما کجا میتونید استفاده کنید؟ حالا الان خیلی خودتون درگیرش نکنید، ولی معمولا برای کار با فایل ها و اینکه مسیر فایل ها رو مشخص کنید، بتونید توی فولدر تو فایل ها بگردید. مثلا من اگه مسیرم این مسیریه که مثلا فایل های من توشه، فایل نیم image.jpg، من میتونم از دستور os استفاده کنم، os path join، بیا path و فایل نیم رو به هم وصل کن. الان من اگه این پرینت کنم ببینید اومد خودش اینا رو به هم وصل کرد. حالا خیلی استفاده های دیگه هم داره OS که کم کم پیش برین تو پروژه ها متوجه میشید چه کاربردهایی داره. حالا یه سری پکیج ها داریم که بیلت این نیستن، یعنی شما باید اول اینا رو اینستال کنید و بعد نصبشون کنید. برای اینستال کردن پکیج ها از دستور pip install استفاده می کنید. مثلا import pandas. اگه pandas رو نداشته باشید، بذارید من یه پکیجی که ندارم اینجا. الان اگه اینو بخوام import کنم یه خط زرد میاد زیرش. ببینید در این صورت می فهمید این پکیج اصلا install نشده. من میام از دستور pip install gradio
ببین داره دانلود میکنه و نصبش میکنه. بعد اینکه این مراحل رو انجام داد و نصب کرد، دیگه خیلی راحت شما میتونید ایمپورت رو انجام بدید. بعضی پکیج ها خیلی سبک هستن، یه ثانیه اینستال میشن. بعضی پکیج ها یکم سنگین تر هستن، بیشتر طول میکشه. خب الان این نصب شد و دیگه ایمپورتش نباید مشکل ایجاد کنه. ببینید دیگه ران شد و هیچ اروری نداد. بچه دو تا نکته مهم میخوام در مورد پکیج ها بهتون بگم. یکی این که پکیج ها هم ورژن های مختلف دارن. ببینید من بخوام ورژن یک پکیج رو ببینم، میتونم از دستور پیپ شو نمپای استفاده کنم. ببینید ورژن 1.19. بعضی وقتا توی کارهامون لازم میشه که یک ورژن خاص یک پکیج رو نصب کنیم. مثلا ایرور میده، میگه تو این ورژن پکیج کار نمیکنه. در اون صورت میتونید پکیجتون رو از نصب در بیارید، آن اینستال کنید، پیپ آن اینستال اسم پکیجتون و ازتون میپرسه انجام بدم آن اینستال کردن رو، میزنم yes، یعنی وای می نویسید و اینتر رو می زنید. Successfully uninstalled numpy version 1.19. خب الان من میگم که من میخوام ورژن 1.18 اینستال بشه. pip install numpy می نویسم مساوی 1.18. خب میاد اون ورژن نصب میکنه. خب این یه نکته، یعنی شما میتونید یه ورژن خاصی از یه، ولی تا براتون مشکل پیش نیورده خیلی مهم نیست. شما هم بنویسید pip install اسم پکیج، آخرین ورژنش رو براتون نصب میکنه و مشکلی معمولا پیش نمیاد، مگه اینکه در آینده تو اپلیکیشن های پیشرفته تر و پیچیده تر این مشکل براتون ایجاد کنه که یه پکیج باید یه ورژن خاصیشو نصب کنه. نکته دوم و مهم اینه که بعضی وقتا مثلا من میخوام از پکیج OpenCV استفاده کنم. خب میام مینویسم pip install CV2. خب اگه اینو بنویسید تو ترمینالتون ارور میده بهتون، چون همچین چیزی ما نداریم. توی همچین مواردی کار خودتون راحت کنید، بیایید کل اینی که نوشتید رو کپی کنید، توی گوگل سرچش کنید، مدل درستش رو براتون میاره. ببینید معمولا تو سایت pypy.org مدل درستش رو میاره، میگه OpenCV رو اگه از pip میخوای نصب کنی با این دستور باید نصب کنی، یعنی اینو کپی کن، pip install اسم پکیج اصلیش OpenCV-Python. خب پس این هم در نظر داشته باشین. برای بعضی پکیج ها ممکنه اسم ایمپورتش با اسم pip installش فرق داشته باشه. خب این دوتا نکته مهم. پس ما با استفاده از پکیج های مختلف میتونیم کارهای مختلف انجام بدیم. مثلا پکیج نامپای برای انجام عملیات روی ماتریس ها، آرایه ها، عملیات ریاضی خیلی پکیج قدرتمند و سریعه، برای اینکه بهینه شده با سی کار کنه و خیلی سریع کار میکنه، با زبان سی کار کنه. پکیج اوپن سی وی یا سی وی دو مخصوص پردازش تصویر، شما باش عکس بخونید، عکس پردازش کنید. توی سری ویدیوهای پردازش تصویر من تقریبا 90% کارها با این پکیج اوپن سی وی انجام شده، میتونید بریم ببینید و خیلی کاربردهای گسترده ای داره و اینا فقط یک نمونه از کارهایی که میشه با پکیج ها کرد. حالا من یه ویدیو میسازم بعداً از پکیج های پرکاربرد پایتون و توضیحش رو میدم هر کدوم به چه درد میخوره. این از این. یه نکته بعدی یا بخش سومی که میخوام توضیح بدم این که شما خودتون هم میتونید پکیج پایتون بسازید. خیلی ساده است. ببینید من میخوام یک پکیجی درست کنم به اسم مای پکیج و بعداً جوری باشه که پکیجم بتونم ایمپورتش کنم. برای این کار من تو همین فولدری که این فایلم هست میام یه فایل جدید میسازم با همین اسم. ببینید داخل همین یه دونه فایل ساختم mypackage.py. خب این اسم پکیجتونه. داخل این فایل mypackage.py من میشونم یه تابع تعریف کنم، یه تابع ساده فعلا تعریف کنم، define add numbers. خب
و دو تا عدد ورودی بگیره. اینو حالا نیازی نیست بدونید، فقط ببینید که خیلی ساده میتونم یه فانکشن تعریف کنم، یه کاربردی براش مشخص کنم و به صورت پکیج بعداً از این استفاده کنم. یه فانکشن خیلی ساده که دو تا عدد ورودی میگیره و جمعشون میکنه، return a plus b. خب این شد فایل مای پکیج من. الان توی فایل دیگه‌ای که دارم پکیج مای پکیج رو ایمپورت میکنم و میتونم الان از مای پکیج نقطه ببینم چه فانکشنی توش هست. یه فانکشن اد نمبرز توش هست، عدد 13 و 2 رو بهش بدم، ببینیم نتیجه اینو پرینت کنیم. بذاریم من این قبلی ها رو پاک کنم، این اصلا لازم نیستن. خب فکر کنید در کنار این توابعی که ایمپورت کردیم یه مای پکیج هم ایمپورت کردیم، ببینید نتیجه کار شد 15. یعنی این دوتا عدد رو جمع کرد. پس من یه پکیج درست کردم، ایمپورتش کردم و با استفاده از اون الان میتونه پکیجتون 200 فانکشن داشته باشه، هر کدوم رو میخواین استفاده کنید. این پکیج درست کردن خودتون به چه درد میخوره؟ بعدم میبینید که فایلاتون خیلی مرتب میشه. مثلا شما اگه یه پروژه بزرگ دارید میتونید همه فایلای مربوط به جایی که مثلا قوانین ریاضی رو تعریف کردید توی یه پکیج بذارید، اگه قوانین فیزیک دارید توی پکیج بذارید، اگه فایلای پردازش تصویر دارید همش رو توی پکیج بذارید و در این صورت کداتون خیلی مرتب و قابل درک تر میشه. توی این ویدیو میخوام در مورد ویرچوال انوایرمنت ها صحبت کنم که توی پایتون استفاده ازش خیلی واجب و ضروریه و الان توضیح میدم که دلیلش چیه که اینقدر مهمه. ویرچوال انوایرمنت معنی لغویش اینه که ویرچوال یعنی مجازی، انوایرمنت یعنی محیط، یعنی یک محیط مجازی شما برای هر پروژه‌تون ایجاد میکنید و تو اون محیط پکیج های مخصوص اون پروژه رو نصب میکنید و این مستقلا برای اون پروژه عمل میکنه. برای پروژه دیگه هم میتونید همین کار کنید و مستقلاً برای اون پروژه عمل کنه و دیگه اینا رو هم دیگه تاثیر نمیذارن و مستقل از همه. بیایم ببینیم چجوری میشه اینو ایجاد کرد. ببینید من توی ویندوز یادتون میدم ولی توی لینوکس هم مفاهیم تقریباً یعنی 90% مشابه، فقط یه مقدار دستوراش فرق کنه. حالا تا جایی که بتونم مال لینوکس هم میگم بهتون. فرض کنید من یک پروژه‌ای دارم به نام CBLB و میرم داخل فولدرش. ببینید من الان داخل فولدر CBLB هم میخوام برای این پروژه یه دونه ویرچوال انوایرمنت ایجاد کنم. قبل اینکه ویرچوال انوایرمنت رو توی این فولدر ایجاد کنیم بیایم ببینیم که چه پکیج هایی روی پایتون کلی سیستممون نصبه. برای این کار شما میتونید بزنید پیپ لیست. خب پیپ لیست رو بزنید، کل پکیج های پایتونی که رو سیستمتون نصبه همراه با ورژنش براتون میاره. خب ببینید خیلی لیست بلند بالاییه ولی رو سیستم خودتونم میتونید ببینید. حالا من توی فولدر CBLB یا پروژه CBLB میخوام یه ویرچوال انوایرمنت ایجاد کنم. ببینید قبلا روش ایجاد ویرچوال انوایرمنت توی ورژن‌های قبلی پایتون استفاده از دستور ویرچوال اینف بود که این خودش یه پکیج پایتونی بود که با دستور پیپ اینستال باید نصب میشد و بعد اینکه نصبش میکردید با دستور ویرچوال اینف ونف ویرچوال انوایرمنت ایجاد میکردید. خب اینم روش خوبیه و قابل انجامه، اما الان دیگه روش جدیدش، روش مدرنش یه چیز دیگه است که من اونو یاد میدم، چون تو ورژن های جدید پایتون دیگه یک دستوری برای ویرچوال انوایرمنت تو خود پکیج پایتونی که دارید هست و نیاز نیست کاری بکنید و اون دستور ونو. این ونو خودش یک دستوره که مخفف ویرچوال انوایرمنته. برای استفاده از این میرسیم پایتون ام ونو. خب وقتی خط تیره امو می نویسید یعنی دستور بعدی یک کدیه که به صورت کد اصلی باید اجرا بشه و بعد اون فولدری که ویرچوال انوایرمنتتون باید تون ایجاد بشه می نویسید. حالا ببینید من چون خودم داخل فولدر CBLB هستم
نیاز نیست مسیر کاملش رو بنویسم. الان چون داخل فولدر CPLB هستم، لازم نیست مسیر کاملش رو بنویسم. فقط اسم فولدری که میخوام Virtual Environment توش ایجاد بشه رو مینویسم. مثلا مینویسم CPLB Venv. خب این اسم محیط مجازی یا Virtual Environment منه. این اسم دستوریه که باش این کار میکنم. حالا معمولاً کاری که میکنن اسم Virtual Environment رو هم میذارن Venv. یعنی اولی اسم دستور، دومی اسم فولدری که Virtual Environment توش ایجاد میشه. الان من اگه اجرا کنم، ببینید توی فولدر CPLB یک فولدر Venv هم ایجاد شد و این فولدریه که Virtual Environment ما برای این پروژه توش ایجاد شده. حالا این وقتی ایجاد شد باید اول فعالش کنیم. چجوری فعال میکنیم؟ اینجاست که حالا یه فرقایی تو این کامند ها بین ویندوز و لینوکس هست. برای ویندوز اسم محیط مجازیتون رو می نویسید، اسم Virtual Environmentتون رو می نویسید، اسکریپت اکتیویت. وقتی این دستور رو می نویسید و اجرا می کنید، یه چیزی اینجا میاد و این نشون دهنده اینه که شما دیگه الان هر کاری می کنید داخل محیط مجازیتون دارین می کنید. اگه من اسم محیط مجازیمو میذاشتم CPLB Venv، اینجا می نوشت CPLB Venv. خب الان بیایم دوباره دستور پیپ لیست رو اجرا کنیم. ببینید وقتی تو محیط پایتون کل سیستمم پیپ لیست رو زدم، یه لیست بلندی از همه پکیج هایی که رو سیستمم نصب آورد. ولی الان که داخل محیط مجازی هستم و پیپ لیست رو زدم، فقط پکیج هایی که داخل این محیط مجازی هست، چون هنوز هیچی نصب نکردیم، فقط پیپ و ستاپ تولز نصبن، اینا همیشه نصبن. حالا پیپمون هم میتونیم آپگرید کنیم که این مسیج زرد بره. معمولا سعی کنید آپگرید نگه دارید که پکیج هایی که میخواید نصب کنید بهترین ورژنشون باشه. خب پیپمون که آپگرید شد، الان میتونیم توی محیط مجازیمون، همچنان توی محیط مجازی هستیم. بذاریم من اینو پاک کنم سفرو. خب همچنان توی محیط مجازی هستیم و میتونیم یه سری پکیج ها توش نصب کنیم. پیپ اینستال نامپای، پیپ اینستال سایکیت ایمیج. خب نصب شد. الان من دوباره پیپ لیستو بزنم. داخل محیط مجازیمون این پکیج هایی که داره. حالا شاید بگین که ما دو تا پکیج نصب کردیم، چرا این هم پکیج هست؟ ببین ساکیت ایمیج خودش برای اینکه نصب بشه نیاز داره یه سری پکیج های دیگه مثل پیلو، ایمیج آی او و سایپای اینا رو نصب کنه، برای همین اینا رو هم نصب کرد. حالا ببینید توی فولدرمون چه استراکچری داریم. توی فولدرمون یه سری فایل فولدر داریم که مربوط به خود پروژه‌مونه، این محیط مجازیمونه. شما داخل این یه سری فایل ها فقط مربوط به پکیجایی که نصب شده، پایتونی که داره و کانفیگوریشن های اون محیط مجازیتون دارین. دقت کنید هیچ وقت سعی کنید فایل یا فولدری داخل این نذارید و همه فایل فولدر های پروژه‌تون خارج این باشه و این باعث میشه که کدتون تمیزتر باشه. و معمولا اگه از گیت استفاده میکنید حواستون باشه این فولدر رو دیگه توی گیت نذارید، یعنی شامل گیت نباشه. اونایی که گیت کار کردن گیت ایگنور کنید این فولدر رو، مگه اینکه فایل requirements.txt که الان بهتون میگم. خب فرض کنید حالا ما یک پروژه دیگه میخوایم ایجاد کنیم و اونجا دیگه سایکیت ایمیج ورژن 18 شو لازم داریم، 0.18. و واقعا گاهن پیش میاد که شما ورژن خاصی از یک پکیج رو لازم دارید. باید چیکار کنیم؟ باید تو اون پروژه یک محیط مجازی دیگه ایجاد کنیم و اون پکیج رو نصب کنیم. الان من میخوام این پروژه‌ای که کار کردم، بکنید چند تا پروژه دارم با محیط های مجازی مختلف و ورژن های پایتون هر کدوم از این پکیج ها بنا به اون پروژه فرق داره. حالا من میخوام ثبت کنم که چه پکیج هایی توی این پروژه استفاده شده با چه ورژن هایی، که اگه مثلا توی کامپیوتر دیگه توی جای دیگه خواستم این برنامه ران کنم دیگه راحت باشم همین پکیج ها رو عیناً نصب کنم. برای این کار از دستور پیپ فریز میتونید استفاده کنید. پیپ فریز رو بزنید میاد همه پکیج ها رو با ورژن هاشون مینویسه و میتونید اینها رو بذارید داخل یک فایل تکست سیو کنید. یه فلشی میذاریم بعد میگیم اینا رو توی فایل requirements.txt ذخیره کن. ببینید الان تو فولدر CPLB مون یه دونه فایل requirements.txt ایجاد شد. اگه بازش کنم
همه رو برامون نوشته. فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که اولا شما دارید چه پکیج های این پروژه استفاده کرده با چه ورژنی، و من اگه یک پروژه دیگه جای دیگه ایجاد کنم و بخوام از این کدایی که نوشتم استفاده کنم، میتونم عیناً با یک دستور ساده همه این پکیج ها رو یک جا نصب کنم. دیگه لازم نیست یکی یکی پیپی اینستال کنم. چه جوری؟ این ویچوال انوایرمنت رو اول باید دیاکتیویت کنم. چه جوری دیاکتیویت میکنیم؟ با دستور دیاکتیویت، یعنی غیر فعالش میکنیم. این پارانتز رفت، یعنی دیگه ویرچوال انوایرمنت CBLB فعال نیست. حالا بریم توی فولدر دیگه، مثلا فولدر یه پروژه دیگه دارم به نام اسپکترا انالیسیس. توی این فولدر، این پروژه جدیدمه، خالیه، هنوز هیچ کاری توش نکردم. میام یه ویرچوال انوایرمنت جدید توی این ایجاد میکنم. پایتون ونف، حالا من اسم اینو مثلا میذارم اس ونف که یکم فرق کنه با قبلی. ببینید این محیط رو ایجاد کردن الان داخل این و فعالش میکنیم. الان اینجا نوشت اس ونف، یعنی محیط ویچوال انوایرمنت مون که اسمش اس ونف فعال شد. حالا من میخوام چیکار کنم؟ میخوام توی این مسیرمون، اگه باز پیپ لیست رو بزنم، فعلا هیچ پکیجی نصب نیست، ولی من میخوام همون پکیج هایی که تو اون پروژه کار کرده بودم و عیناً توی نصب کنم. شما میتونید یا فایل requirements.txt رو بیارید توی این فولدر که میخواید، یا همین مسیرش رو مشخص کنید. بذارید من اینو پاک کنم. با استفاده از دستور pip install، ببینید من داخل محیط مجازیم هستم، pip install r requirements.txt، این دستور رو بزنم، میاد خودش همه پکیج هایی که داخل اون requirements.txt نوشته شده بود رو همه رو نصب میکنه با ورژن هایی که مشخص شده. این کار خیلی به درد میخوره، برای اینکه دیگه شما لازم نیست همه پکیج های لازم یک پروژه رو دستی نصب کنید و خودش اتوماتیک این کار رو میکنه و خیلی در وقت و صرف جویی میشه. ورژن ها دیگه دقیقا همونی که شما قبلا کار کردید و مشکلات ورژنی پیش نمیاد و این روش استفاده کردن از requirements.txt. الان همه پکیج ها رو نصب کرد. با دستور pip list میبینید که دقیقا همون پکیج هایی که میخواستیم کامل نصب شد با یک دستور، و با همین دستور میتونیم دیاکتیویتش کنیم. خب این در مورد ویرچوال انوایرمنت ها. دستورهایی که من گفتم بر ویندوز بود، برای لینوکس خیلی تفاوت کمی داره. مثلا شما میخواید مسیر رو اکتیویت کنید، تو ویندوز مینویسید اسم پکیجتون script activate، توی لینوکس مینویسید source اسم پکیجتون و بین و اکتیویت. خب یه سری تفاوت های خیلی کم داره، ولی توضیحاتی که دادم همش در مورد لینوکس هم صدق میکنه. بچه تو این قسمت میخوام در مورد کلاس ها و آبجکت ها صحبت کنم. این بحث خیلی مهمیه، توی همه زبان های برنامه نویسی وجود داره و توی پایتون هم وجود داره و خیلی بحث مهم و جالبیه. یه مقدار ممکنه برای شروع کار بحث گیج کننده ای باشه و ممکنه هنوز اول کار متوجه نشید، اما به نظر من خوبه که بدونید، و اگه متوجه شدید که چه بهتر، اگه نشدید همین خوبه که به گوشتون بخوره. ولی اگه دیدید براتون الان در حال حاضر سخته، میتونید اصلا از روش بپرید و برید. ولی به نظر من خوبه بدونید، و اگه برنامه نویسی شیگرا تا حالا به گوشتون خورده، بر اساس همین مفاهیمی که تو این بخش میخوام بهتون یاد بدم. یه نکته دیگه هم این که حین این که دارم توضیح میدم، چند دقیقه اول ممکنه خیلی براتون گنگ باشه، اون چند دقیقه اول رو تحمل کنید، فقط گوش بدید، حتی اگه متوجه نمیشید کامل. بعد که مثال میزنم فکر میکنم دیگه کامل واضح بشه و بفهمید که چی به چیه. پس ببینیم که کلاس ها و آبجکت ها چی هن. ببینید ما توی پایتون دیدید که انواع متغیرها داریم، متغیر متنی، عددی، حالا میتونیم اونا رو به صورت لیست داشته باشیم، میتونیم به صورت دیکشنری داشته باشیم، ولی بعضی وقتا ما یک آبجکت یا شیئی داریم که نمیتونیم اونو با یک متن فقط یا با یک عدد توصیفش کنیم. مثلا من میخوام یک ماشین رو، یک آبجکت ماشین داشته باشم، و فقط با یک عدد من نمیتونم یک
ماشین رو توصیف کنم یا فقط با یک متن. دوست دارم یک متغیری داشته باشم که جنبه های مختلف ماشین رو نشون بده، مثلا نشون بده مدلش چیه، رنگش چیه، سال تولیدش چیه. یعنی دوست دارم یه متغیری باشه که جنبه های مختلف اینو داشته باشه و اسمش رو میذارم شی یا آبجکت. و برای این کار من میام دیتا تایپ، یعنی نوع دیتا، نوع داده، دیتا تایپ مخصوص ماشین رو خودم میسازم. استرینگ یه نوع دیتا تایپه که خصوصیت های خودشو داره، اینتیجر یا متغیر عددی یه نوع دیتا تایپه. حالا من میخوام دیتا تایپ مخصوص خودم بسازم و با استفاده از اون توی کدم استفاده کنم و این باعث میشه که بتونم خیلی اطلاعات دستبندی شده و متنوع تری در مورد اون شیء به خصوص خودم ایجاد کنم و ازش استفاده کنم. بیاین مثال بزنیم. مثلا من میخوام برنامه بسازم که توی دانشگاه اطلاعات مربوط به دانشجوها رو ذخیره میکنه. برای این کار ما ممکنه اطلاعات زیادی از دانشجو داشته باشیم، مثل اسم کوچیکشون، اسم فامیلشون، معدلشون و خیلی اطلاعات دیگه. و میتونیم برای اینکه این اطلاعات رو، اطلاعات مربوط به هر دانش آموز رو به صورت خیلی تمیز ذخیره کنیم، میتونیم بیایم برای دانشجوی کلاس بسازیم. کلاس چیه؟ کلاس همون نوع دیتا تایپیه که بهتون گفتم. خب اینجا همون قسمتی که ممکنه هنوز براتون یه مقدار گنگ باشه، پس فعلا گوش بدید تا یکم جلوتر کامل متوجه میشید. برای ساختن کلاس می نویسید کلاس و اسم اون کلاستون. من میخوام یه کلاس به اسم استیودنت بسازم، حتی این سیش باید کوچیک باشه. دو نقطه میام پایین. بعد اینجا می نویسم DEF یا define، دو تا خط تیره پایین init، خط تیره پایین self. این همیشه نوشته میشه و بعد اینجا من تصمیم میگیرم و چون این init مخفف initialize یا شروع سازی، شروع کردن یک شیء، یعنی ما میخوایم اون شیءمون رو، قالبش رو شروع کنیم. اینجا این همیشه عیناً همین نوشته میشه، این همیشه برای تعریف کلاس عیناً همین نوشته میشه. اینجا شما اسم کلاستون رو میذارید و اینجا خصوصیت هایی که من میخوام اون کلاس یا آبجکت به خصوص داشته باشه. حالا کلاس استیودنت یا دانشجو من چه خصوصیتی میخوام داشته باشه؟ میخوام اسم اولش مشخص باشه، first name، اسم فامیلیش last name. میخوایم این خصوصیت ها رو ازش داشته باشیم و year مثلا ورودی چنده، همینه خوبه. حالا یه معدل هم میتونیم ازش بگیریم، حالا مثلا اسکورش یا نمرش توی درس خاصی. پس این و پس اینجا توی داخل پارانتز self رو حتما مینویسید. self مشخص میکنه که این مربوط به اون سلف به معنای خوده، یعنی اون خود شیئمون. و بعد سلف میاید مشخص میکنید که این کلاستون چه پارامترهایی میخواد داشته باشه. پایین تر کاری که میکنیم، اینجا رو هنوز فعلا گوش بدید، کاری که میکنیم مینویسیم ما میخواییم self.firstname مساویه firstname باشه self.lastname مساویه last name باشه. یعنی این پارامترهایی که اینجا داره داریم به خود شیء student نسبت میدیم. self.year مساویه year باشه. الان کلاس من، کلاس استیودنت کاملا تعریف شد. بذارید من اینو کلن توی یه فایل جدید به نام استیودنت سیف کنم. خب نوشتم student CLA و این کد مربوط به کلاس student رو داخلش
سیو کردم. حالا میام توی فایل دیگه، میخوام از این کلاسی که ایجاد کردم استفاده کنم. چطور استفاده میکنیم؟ اول باید بیایم این کلاس رو ایمپورت کنیم. میام که from student CLA import student. این یعنی چی؟ یعنی از فایل student CLA کلاس استیودنت رو ایمپورت کن. خب الان این قالبی که ما از استیودنت ساختیم وارد این فایل جدیدمون شد، این یه فایل جدیده. بعد میخوام یه استیودنت بسازم. استیودنت یک مساویه کلاس استیودنتمون. خب یعنی من نوشتم کلاس استیودنتمون و دیگه اون خصوصیت هایی که یه استیودنت باید داشته باشه رو بهش میدم. ببینید من اگه بیام روش نشون میده که خصوصیت اول first name، بعد last name، بعد year، بعد school. خب این دانش آموز یک اسمش برفرض حالا هرچی سارا، فامیلش احمدی، سال ورودیش 1990 نه 1399 و نمرش 19.5. پس من آوردم یه دانشجو تعریف کردم، دانشجوی یک تعریف کردم به نام سارا احمدی، ورودی 1399 با این. حالا من هر خصوصیات دیگه هم میتونم تعریف کنم به شرطی که توی این قالب که تعریف کردم اونا رو، اون خصوصیت رو تعریف کنم بعد واردش کنم. پس من این یک آبجکت ساختم. آبجکت یعنی چی؟ به این استیودنت کلاس گفته میشه، به این چیز یا قالبی که ما تعریف کردیم کلاس گفته میشه. اگه بر اساس این قالب یا کلاس من یک موردی بسازم به اون آبجکت یا شی گفته میشه. من میتونم بیام دو تا استیودنت بسازم، میتونم بیام یه استیودنت دیگه بسازم. پس استیودنت دو باز از همون حالت پیروی میکنیم، از کلاس استیودنت این دفعه مثلا امین معتمد، مثلا این اسما رو دیگه خودم دارم در میارم. اینم حالا میتونه ورودی 1399 باشه، معدلش 19 و یا نمره اون درسش 19.25. حالا ما دو تا شی ساختیم از کلاس استیودنت، قالبشون یکیان ولی اینا دیگه دوتا هویت جداگانن. میتونم بیام پرینت کنم استیودنت یک، پرینت کنیم ببینیم چه جوری میشه. الان این اومد استیودنت یک رو، بذار من CLS رو باز بزنم اینجا خالی بشه یه مقدار. این میاد وقتی من میزنم print student 1 میاد پرینت میکنه، میگه که ما یه آبجکت داریم که از کلاس student داخل فایل student CLA ساخته شده. اطلاعات بیشتری نمیتونیم ازش بگیریم مگر اینکه من بیام مشخصا بگم که چیه student 1 رو میخوام بدونم. من میخوام first name‌ش رو بدونم. student 1 first name‌ش رو بنویس. آها حالا شد، نوشت سارا. حالا اگه استیودنت دو رو بخوام فرست نیمش رو بنویسم، نوشت امین. پس این درست داره کار میکنه. CLS باید مینوشتم اینجا. خب و شما به هر چیز این استیودنت ها میتونید دسترسی داشته باشید، میتونید بگید اسکور استیودنت دو چیه. اینا در قالب چیزایی که ما اینجا تعریف کردیم، مشخصاتی که تعریف کردیم برای این کلاس 19.25 اسکورش. پس میتونید یک قالب بسازید، یک کلاس بسازید و از اون کلاس بی نهایت آبجکت بسازید.
حالا کارهای جالبتری میشه کرد. داخل کلاس میتونید یه سری فانکشن ها تعریف کنید که مخصوص اون کلاسه و میاد برای اون کلاس فقط کار میکنه. من میخوام حالا یه مثال خیلی ساده، یه فانکشن میخوام برای کلاس استودنت تعریف کنم، اسمشو بذارم فول نیم، یعنی اسم کامل شخص رو پرینت کنه. اسم تابم رو این گذاشتم، اینجا هم همیشه سلف رو می نویسیم. داخل این تابه میگم پرینت کن اسم کوچیکش رو، فرست نیمش رو، به علاوه اسم فامیلیش. خب البته اینجا بین این دوتا یه فاصله هم باید گذاشته بشه. این چرا من سلف نوشتم؟ بچه سلف یعنی میاد به خود اون شی اشاره میکنه، یعنی خود اون شی، فرست نیم خود اون شی رو به علاوه فاصله و لاست نیم خود اون شی رو به این صورت بیا پرینت کن وقتی این فانکشن کلاس فراخوانی شد. حالا اینو بچه به یه شکل قشنگتر هم میشه نوشت. بذارید من اینو، حالا اینو پیشرفته تر یاد میگیرید. این پرینت کردن و این شکلی هم میشه نوشت، خیلی قشنگتر و تمیزتر میشه و همون کارو میکنه. خب حالا من این فانکشن فول نیم رو که تعریف کردم، بذارید اول یه چیزی رو بهتون توضیح بدم. بچه اینجا من وقتی آبجکت استیودنت یک رو ایجاد کردم و داخل پارانتز این مشخصات رو دادم، این اومد کلاس استیودنت رو ران کرد و شروع کرد، اینیشلایز کرد، اینا رو وارد کرد توی این پارامترها نشوند، یعنی فرست نیمی که گرفت آورد تو فرست نیم سلف یا اون آبجکت نشوند، لست نیمی که گرفت اومد تو لست نیم سلف یا لست نیم آبجکت نشوند. و به همین ترتیب هر پارامتری که ما به کلاس وارد میکنیم میبره توی اون آبجکت میشونه. پس این همیشه اجرا میشه، اون چیزی که اینیت داره، به محض اینکه کلاس فراخوانی میشه و یک آبجکت جدید ایجاد میشه از یک کلاسی، این قسمت همیشه اتوماتیک ران میشه. بقیه فانکشن ها اگر ما فراخوانیشون کنیم ران میشن، وگرنه ران نمیشن. حالا پس من این فانکشن رو به کلاسم اضافه کردم و سیوش میکنم. حالا دوباره میام این فایل رو به همون ترتیب ران میکنم، یعنی اول کلاس استودنت رو ایمپورت میکنم، بعد استودنت یک رو میسازم با این مشخصات، استودنت دو رو میسازم با این مشخصات، حالا پرینت کنم، این میشه. حالا من میخوام اسم استیودنت یک فرست نیمش رو پرینت کنم و لست نیمش رو دوتایی با هم پرینت کنم، سارا احمدی. اما به جای این کار من اومده بودم یه تابه یا فانکشن تعریف کرده بودم تو کلاسم به اسم فول نیم، یعنی اگه بنویسم استودنت یک دات اسم اون تابم فول نیم، و چون تاب هست یه دو تا پارانتز باز و بسته خالی جلوش میذارم، اینو حالا اگه من بخوام پرینت کنم میبینیم که اسم کاملش رو برامون پرینت میکنه. ببینید اینجا جدا جدا پرینت کرد، اینجا کامل اومد پرینت کرد. پس اون تابه فول نیم که برای کلاس استودنت هم ساخته بودم برای این کار میکنه. شما میتونید بی نهایت آبجکت از یک کلاس بسازید. این یه توضیحات کلی بود از ساختن کلاس و آبجکت.
کلن استفاده از کلاس ها، آبجکت ها و فانکشن هاشون خیلی بحث پیشرفته تریه و خیلی کار میبره، خیلی یه ویدیوی خیلی طولانی تر میشه در موردش ثبت کرد. اما چون این ویدیو فعلا حالا آشنایی با پایتونه، من میخواستم این قسمت هم به صورت کوتاه و مختصر باشه توش، چون قطعا موقع حالا خودتونم کدش رو ننویسید، قطعا وقتی یه کد دیگر رو داریم بررسی میکنید، این کلاس یا اینها به چشمتون میخوره و اون موقع دیگه میدونید که این قضیهش چیه و سردرگم نمیشید و براتون مشخصه که چه اتفاقی افتاده. پروژه آخری که آخر ویدیو انجام میدیم، از کلاس هام توش استفاده میکنم یه مقدار، شاید یعنی از کلاس ها همراه با همه چیزایی که توی طول این ویدیو یاد گرفتیم استفاده میکنم، یه مقدار همه چی براتون واضح تر میشه. خب پروژه دومی که میخوایم انجام بدیم، دیگه میخوام بیایم از همه چیزهایی که توی این کورس یاد گرفتیم استفاده کنیم. حالا اینم یه مینی پروژه است. از لوپ ها استفاده میکنیم، از لیست ها استفاده میکنیم، از کلاس ها استفاده میکنیم و سعی میکنیم از همه چیزایی که یاد گرفتیم استفاده کنیم عملی که بهتر سر جاشون بشینن تو مغزمون. ببینید تو این پروژه من میخوام بیایم یه بازی کویز درست کنیم که میایم از کاربر یه سری سوال ها میپرسیم. حالا این سوال هامونه سه تا گزینه بهش میدیم، گزینه A، گزینه B و گزینه C، و کاربر باید جواب بده. و بعد اینکه همه این سوالا رو پرسیدیم، حالا من سه تا سوال تعریف کردم، هر کدوم سه تا گزینه داره، بعد اینکه همه گزینه‌ها رو جواب داد امتیازش رو بهش میگیم. پس من یه لیست ایجاد کردم که داخل این لیست سه تا سوال نوشتم. این آیتم اول لیستمه ویرگول، آیتم دوم لیستمه ویرگول، و آیتم سوم لیستم که با این برکت ها بسته میشه و اسم لیستم هم question prompts. برای این کار من اول میخوام یک کلاس تشکیل بدم، کلاسی که اسمش question باشه. پس بیام یه فایل جدید ایجاد کنم، question.py، و داخل این فایل یک کلاس به نام question ایجاد کنم، چون من میخوام که هر آبجکت کوئسشن یا سوالم دو تا خصوصیت داشته باشه، یک روی سوال و یک جواب درست سوال. پس کلاس کوئسشن رو من ایجاد کردم و اولش مینویسم def underline underline init self، این چیزی که همیشه مینویسیم، و بعد اون دو تا خصوصیتی که میخوام داشته باشه، یکی خود سواله، یکی جوابشه، و بعد میام اینو میشونم توی خودش، self.question مساوی question و self.answer مساوی answer. خب تموم شد، من کلاسم رو تعریف کردم، کلاس question رو تعریف کردیم. توی فایل اصلیمون میام این کلاس رو ایمپورت میکنم، حالا بعداً میبینیم چطور ازش استفاده میکنیم. پس میگم from question import question. اچه دقت کنید، question اول اسم فایلمونه، یعنی از فایل question.py کلاس question رو ایمپورت کن. حالا مهم نیست اسم دوتاش هم یکی باشه، مهم اینه که میگم از این فایل کلاس question رو ایمپورت کن. بعد میام یه لیست تشکیل میدم، یه لیست دیگه، که بذارید اول یه آبجکت از این کلاس question هم ایجاد کنم. میگم که question یک مساوی از کلاس question یه آبجکت تشکیل بده که روی سوال این باشه. این روی سواله بچه ها، ببینید روی سوال رو نوشته، گزینه ها رو هم داده، این فقط روی سواله. پس آیتم اول question prompts، آیتم اول question prompts یعنی
صفر، چون تو پایتون از صفر شروع میشه شمارش. و میام جواب درست رو هم اینجا می نویسم که بعداً بتونیم جواب کاربر رو با جواب درست تست کنیم. جواب درست چیه توی این مورد خاص؟ 12 به اضافه 13 25، یعنی گزینه C. به همین ترتیب کوئسشن دورم ایجاد می کنم. سوال دوم میشه المان یکم از لیست و جواب درست این گزینه بیه. و به همین ترتیب سوال سرم تعریف میکنم که یک شی از کلاس کوئسشن هست، خصوصیتاش روی سوال المان دوم از لیست دو، یعنی 0 1 2 میشه المان سوم، ولی تو پایتون چون شمارشمون از 0 شروع میشه. و جواب درستمون گزینه A. حالا من یا میتونم اینا رو اینجوری بنویسم یا میتونم کلا به صورت اینا رو هم به صورت لیست بنویسم قشنگتر بشه، بگم questions یعنی سوال ها مساوی یک لیستی از این هاست. وقتی ویرگول میذارین تو لیستا میتونید بیاید سطر بعدی هم بنویسید. این مثل اینه که همش رو توی سطر بنویسید. خب یعنی یا اینجوری میتونم بنویسم یا یه لیست تشکیل بدم از کوئسشن ها. پس الان من روی سوالا رو دارم با جواب درستشون. بعد میام یه دونه میگم که حلقه تشکیل بده، یه لوب تشکیل بده که یکی یکی این سوالا رو از کاربر بپرس، جوابش رو بگیر و بعد چک کن با جواب درست، اگه درست بود یه امتیاز بهش اضافه کن. حالا چجوری این کار میکنیم؟ میگم که for question in questions، یعنی برای هر سوالی که توی لیست کوئسشن ها هست اینپوت بگیر از کاربر. متن اینپوتمون بذاریم، من اینو عوض کنم چون یه مقدار ممکنه سردرگمی ایجاد کنه. پرامپت روی سوالمونه. آره این بهتر شد. یعنی ما یک کلاس سوال داریم، پرامپت روی سواله و انسر جواب سواله. اینم بذارید درست کنم. الان خوب شد. و اینجا ما پرامپت ها رو به عنوان روی سوال میدیم. اینم جواب سواله. اینم لازم نیست چون به عنوان لیست تعریفش کردیم. خب این الان یه مقدار تمیزتر شد. پس میام یک حلقه ایجاد میکنم. میگم که یکی یکی از هر سوالی توی لیست کوئسشن ها اول روی سوالو بده. روی سوال چی بود؟ question.prompt جواب کاربر، و هر چی جواب داد توی جواب کاربر ذخیره کن. پس یه دونه prompt یا روی سوال رو به کاربر نمایش میدیم و ازش ورودی میگیریم جواب رو و جوابش رو میذاریم توی یه متغیری به نام یوزر انسر. بعد حالا میایم این یوزر انسر رو با جواب درست چک میکنیم ببینیم درست هست یا نه. پس از یه if استفاده میکنیم. if user answer مساوی جواب سوالمون چیه؟ question.answer. و اگه درست بود یه امتیاز بده. حالا ما باید یه متغیر امتیاز تعریف کنیم که امتیازهای کاربر رو توش نگه داره دیگه، درسته؟ پس یه متغیر امتیاز تعریف میکنیم که اولش صفره، اما هر بار که جواب درست داد
یه دونه به اسکور اضافه میکنیم. اسکور مساوی اسکور به علاوه یک. یه دونه به اسکورش اضافه میکنیم و میذاریم توی اسکور. بعد اینکه این لوپ تموم شد، یعنی هر بار یک سوالی رو از لیست کوئسشن ها برمیداره، روی سوال رو به کاربر نمایش میده، جواب رو ازش میگیره، با جواب اون سوال مقایسش میکنه، اگه درست بود بهش یه امتیاز اضافه میکنه. پس این کارو میکنه. حالا تموم که شد میتونیم براش پرینت کنیم که امتیاز شما، یا دیگه حالا انگلیسی بنویسیم، همش رو انگلیسی نوشتیم، your score فاصله، بعد دیگه اون متغیر اسکور رو اینجا مینویسیم. بیایم یه بار تست کنیم ببینیم تا اینجا کار میکنه. تا اینجا که تقریبا همشو نوشتیم، ببینیم کار میکنه یا نه. ران میکنم. خب سوال اول رو نمایش داد، الان منتظره که من جواب بدم. من انتخاب میکنم برفرض بیاین یکیو اشتباه انتخاب کنیم، گزینه B. سوال بعدی 24 ضرب در 2 گزینه B، اینم میزنم A. یکی رو عمدن اشتباه جواب دادم. خب نوشت your score 2. خب پس درست جواب میده. حالا ما میتونیم برای اینکه کد رو یکم قشنگتر بنویسیم، میتونیم کل این رو داخل یه تابع بذاریم که حالا از توابع هم استفاده کرده باشیم. مینویسیم def take quiz، یعنی امتحان بگیر، و بعد همه اینا رو بذاریم داخل این تابه و ما این تابه رو تعریف کردیم. حالا من اینو گذاشتم داخل تابه، اگه ران کنم دیگه هیچ اتفاقی نمیفته چون هنوز این تابه رو ران نکردم. اگه بیام این تابه رو ران کنم، اینم میذارم اینجا که معلوم باشه تابه است. حالا اگه اینو ران کنم همه چی درست طبق قبل ببخشید اتفاق میفته. حالا اینو همه رو A جواب بدم، گفت امتیاز شما یکه چون یکیش درست بود. پس این هم یه پروژه‌ای که میتونید با همه این چیزایی که یاد گرفتید انجام بدید. امیدوارم که براتون جالب بوده باشه. اگه متوجه نشدید حتما از اول دوباره ببینید که حتما بتونید اینو انجام بدید، چون تو یادگیریتون، تو مفاهیمی که خوندیم تا به اینجا خیلی موثره. پس حتما تمرین کنید که بتونید اینو انجام بدید. خب خسته نباشید و تبریک میگم که تونستید ویدیو آموزش پایتون رو تا آخر ادامه بدید و به این نقطه رسیدید. الان شما دیگه آماده هستید و میتونید خودتون شروع به برنامه نویسی کنید و کدهای ساده رو حداقل بنویسید. اما از اینجا به بعد قدم بعدی چیه؟ پیشنهاد من اول اینه که شما یه مقدار تمرینتون رو بیشتر کنید. یه سری پروژه ها بر خودتون تعریف کنید و سعی کنید اونا رو انجام بدید. داخل کالان من یه پلیلیستی هست به نام پروژه های کوچک، به اون حتما سر بزنید. خب یه سری پروژه ها هست، با اونا میتونید کار کنید و یه مقدار دستتون را بیفته، و یه مقدار پروژه های پیشرفته تر که مختص پردازش تصویر هم هست میتونید ببینید. نکته بعدی اینه که قطعا داخل این کورس همه مباحث پایتون کاور نشده، چون اصلا امکانش نیست همه مباحث کاور بشه، چون پایتون اساس کارش استفاده از پکیج های مختلفه و بی نهایت پکیج در یا کتابخانه یا لایبرری وجود داره و همه اونا رو نمیشه پوشش داد توی یک ویدیو، و این بسته به فیلد یا اون حوزه‌ای که شما می‌خواید توش کار کنه داره که از چه پکیج‌ها یا لایبرری‌های می‌خواید استفاده کنید. شما می‌تونید کم کم وقتی مطالعه‌تون یا کار توی اون حوزه‌ای که می‌خواید بیشتر بشه، کم کم متوجه می‌شید از چه پکیج‌هایی استفاده می‌کنید و به اون ترتیب میتونید علمتون رو راجع به اون پکیج خاص افزایش بدید. به عنوان مثال کسی که با داده خیلی کار میکنه، مخصوصا توی حوزه‌ای که من کار میکنم، دیتا ساینس یا ماشین لرنینگ، از یه پکیج هایی مثل نامپای، پانداز و از این قبیل پکیج ها یک پکیج هایی هستن که آچار فرانسن و همیشه باید باشن و همیشه هستن. خب کسی که از اینا استفاده میکنه باید بره بخونه که این پکیج ها به خصوص چه کارهایی میشه باشون انجام داد و چطور میشه ازشون استفاده کرد. یا کسی که پردازش تصویر کار میکنه، یک پکیجی مثل OpenCV چیزیه که حتما و حتما باید بدونه.
حالا رشته های دیگه، حوزه های دیگه، پکیج های مختلفی استفاده میکنم و شما کم کم دستتون میاد که از کدوم پکیج میخواین استفاده کنید. من توی سایتم یه سری پست های بلاگ تور گذاشتم که پکیج های مختلف یا یه سری پکیج ها رو آموزش میدم اونجا. به فارسی هستش، نمونه کد داره و اونجا حداقل یه سری کاربردهاش رو توضیح دادم و نوشتم. لینکش هم توی دیسکریپشن میذارم، میتونید برید ببینید و اونم براتون میتونه مفید باشه. یادتون باشه که پایتون همیشه با تمرین بهتر میشید و هرچی بیشتر کد بنویسید، بیشتر پروژه کار کنید، کدهایی که بقیه نوشتن رو ببینید، بیشتر پیشرفت میکنید و اولش یه مقدار ممکنه یه قسمتاش گنگ باشه، ولی هرچی بیشتر پیش برید قطعا کد نویسیتون بهتر میشه و موفق تر میشید. امیدوارم از این ویدیو نهایت استفاده کرده باشید و براتون آرزوی موفقیت دارم.